سلام، امیدوارم که خوب باشید. امروز اومدیم با قسمت ششم برنامه بی پرده و یه مهمون عزیز به اسم سیناب که خیلیاتون اونو به عنوان منیجر رضا پیشرو میشناسین، اما اون هم خودش آهنگسازه، هم خواننده و آرتیست. میریم یه مصاحبه داشته باشیم، هم درباره این حواشی اخیر و هم اخباری درباره کارهای خودش و آلبوم ها. به هر حال بقیه داستان ها و بقیه روند برنامه بی پرده که معمولا توی پنج قسمت قبلی داشتیم. صحبت دیگه باقی نمیمونه جز اینکه یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، و اگه خوشتون نیومد دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید و همچنین نظر خودتون رو بگید که دوست دارید مهمون بعدی چه شخصی باشه. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم مصاحبه رو داشته باشیم. سلام میکنم خدمت سیناب عزیز. چطوری آقا؟ خوبی؟ چه خبر؟ سلام، قربونت لاسری، مرسی، همه چی خوبه؟ آقا خیلی ممنون که دعوت رو پذیرفتی. خب دوست داشتیم که تا حالا مصاحبه اونجوری خیلی که درباره خود حرف بزنی و نه نداشتی داشتی، میخوام قشنگ حرف بزنیم ببینیم که چیه داستانا. من فکر کنم همین نیم ساعت پیش که با صحبت میکردم گفتم قبلا بحثش بودش میدونی، ولی تایمش نشده بود که هنوز جایی بشینم و صحبت کنم، چون بعد بالاخره یه زمانی میگذشت که از کارهایی که داشتم میکردم، میدونی شاید 4 سال 5 سال پیش من کلن 5-6 سال بود که کار میکردم و زمانشم این که برنامه تو رو انتخاب کردم واسه این که توش یه سری حرف رو بزنم، به خاطر این که دارم میبینم رو یوتیوب داری کار خوب میکنی و این فرهنگ خوبیه که داره جا میفته که از رو یوتیوب استریم بشه، بتونن مردم درآمد داشته باشن، حالا چه پرودوسرهای مثل تو که دارن برنامه درست میکنن، چه آرتیست ها، چه هر کسی. و خوشحالم که اینجا منم. سلام میکنم به همه بیننده ها تو، بریم که یه گفتگوی جالب داشته باشیم. خیلی ممنون، دمت گرم که اومدی. آقا اولشو با معرفی شروع کنیم که سیناب اصلا یعنی چی و چند ساله داره کار میکنه و اصلا چی شد که علاقمند شد به این کار و خواست که آقا این کار انجام بده، از کجا شروع شد؟ ببین خیلی طولانیه بخوام واسه تیکه تیکه بگم، خب ولی من دقیقا 13 سالگی شروع کردم به یاد گرفتن ساز گیتار. همون موقع سولفژ کلاس رفتم و کلاس آواز رفتم تا یه دوره 2-3 ساله و توی این مقطعهای مختلف زمانی آپدیت شدم واسه اینکه شروع کنم. همون دوره هم بودش که همه کارهای رپی داشت میومد و همه رپ آرتیست ها خیلی تو اون دوره هات بودن، یعنی کاری که من یادم میاد اون موقع شاید توی اون دوره از سن من آهنگ مثلا بازم کلان اومده، آهنگ تابستون کوتاه اومده دیگه. میخوام بگم که من اون دلیل شد که علاقه شدم که چون خودم کار موزیک دوست داشتم از خیلی بچگی، ولی همزمان یه کسی بودم که به رپ فارسی هم علاقه من شده بود، دیگه دلیل شد که اصلا دنبال این قضیه بیفتم. خب این که مشخص الان 25 سالم و 12 سال میشه اگه بخوام اونجوری حساب کنم که اصلا از کجا شروع شد، چون همون موقع یادم میاد یه آموزشگاهی بود که من توش هم گیتار یاد گرفتم، الکتریک، آکوستیک، سولفژ رفتم، کلاس آواز رفتم، اسمش جامعه جمع بود و یکی از استدیوهای جامعه جمع بود کل آموزشگاهشون، یه استدیوی داشت، یه دوستی هم اونجا بود به اسم کیومرس که این کارهای میکس و مستر رو مثلا آهنگسازی و اینا رو انجام میداد، یه استدیوی داشتن. همونجا شروع کردم، ما اینکه اون موقع اصلا چیز مودی نبود تو این سالی که من میگم، هر کسی نمیدونست مثلا تو فورشید میتونی اینسترومنتال سرچ کنی و یه سری بیت دریافت کنی، همه دنبالی بودن که بیت ها کجا دانلود میشه، ولی خب من بچگی اینترنت باز بودم، کلا کارم اینترنته و دانلود کردم و رفتم استودیو پیشش و یادم ساعتی 15000 تومان ریکورد میگرفت، ساعتی 15000 هم میکس و مستر میکرد، یعنی وای میستادی پیشش و از اینکه ریکورد تموم شد همونجا تو ادوب ادیشن مثلا 4 تا مستر و میکس و اینا میذاشت روش. جالب بود، میدید تجربه جالب بود. همون موقع خودم یه چیزی نوشتم و شروع شد و با اینکه خیلی الان مسخره به نظر میاد شاید، ولی این خاطره قشنگیه، همون دلیل شد که مثلا کار کنم. حالا به خاطر اینکه کارم گفتم سایت و اینترنته که از همون دوره سنی هم شروع شده، یعنی یه زمانی من دقیقا تاریخش هم از سال 2007 ساین میکنم دامین fazrap.com و مثلا استارت همه چی از طرف من به عنوان کسی که سایت و لیبل و اینا دارم شروع میشه و همزمان با کار موزیکیم کار منیجر هم شروع میشه
و اصلا اون موقع ها همون دوره یه لقبی انتخاب کردم اسم شاهکار که خیلی سالم باهاش فعالیت کردم تو همین چند سال پیش. این دوتا دنیا رو به موازات جلو بردم که امروز اینجاییم. یعنی سایت فازرپ رو زدم، من یادم میاد همون موقع دلیل این شد که تو میتینگ ها رفتم برای اینکه فیلم برداری کنم و میدونی حضور داشته باشم تو جمعای رپی، و بعدم که تبدیل به لیبل فازرپ شد من همزمان داشتم خودم موزیک کار میکردم، دیگه آهنگسازی هم یاد گرفته بودم، آلبوم آدرنالین رو بستم با بچه ها، دیگه تبدیل به لیبل شد، میدونی اونجا شروع همه چیز برای واقعا شخصیت سیناب بوده دیگه. حالا بخوام خیلی وارد جزئیات بیشتری وسط نمیشم، بقیهش رو مردم دیدن که از فاصله آدرنالین من یه سری کار دادم ولی نبودم، داشتم بیشتر پشت برده یه سری حرکت های جریان مارکت رو پیش میبردم، راجعش بیشتر صحبت میکنم فکر میکنم تو ادامه مصاحبه. ولی سیناب از اونجای شکل گرفتش که من اسمم رو با میدونید تشابهی که یه اسم هندی وجود داره اینترنشنال به اسم سیناب که همه جا دنیا هست، یه روزی متوجه شدم که سیناب هم ترکیب سیناب و آب هم یه اسم اینترنشناله، همین که به فامیلی مربوط میشه، یعنی اینا همه ترکیبی شد که من تصمیم میگیرم این بشه واحد اسم من. و گفتم کار موزیکیمو کلا با این نیم میکنم، چون تصمیم داشتم که نیکنیم بذارم کنار، اصلا شاید دوست داشتم یه روزی که اصلا با اسم سینا کار کنم، ولی دیدم خیلی بچه ها هستن که به اسم سینا کار میکنن، نمیشه منحصرم باشه یه اسم اینجوری، همین دیگه بهتم گفتم چند وقت کار میکنم. اوکی، اتفاقا میخواستم ازت بپرسم چی شد که سینا شاهکار رو عوض کردی و شد سینا که تو توضیحاتت گفتی، و خب فاز رپ چی شد؟ نگفتم، میدونید اصلش همین فاز رپ و سینا شاهکار این به هم مربوط میشه. این کلا زندگی چند بخش به نظر من تا اینجایی که دیدم، یعنی از دید من شما دوره های مختلفی رو تجربه میکنید، اون یک دوره ای از من بود و یک دوره ای از زندگی من بود که احساس کردم تموم شد، میدونی چی میگم؟ یعنی اون کارهایی که در اون دوره من کردم یک رزومه شد که برای من شکل گرفت و دیگه همونجا موند، یعنی دوست نداشتم اون کرکتر رو ادامه بدم، از اون کرکتری که ساخته بودم راضی نبودم در نوع خودم. حالا یه سری کارو کردم که مشخصم از همه دیدن رو اینترنت، بالاخره در طول سالهای قبل کارا هم شنیده شده، ولی تصمیم گرفتم که کلا یه استارت جدید بزنم، یعنی همه ایده‌هام هم از جای شروع شد که آلبوم خاص رو داشتم اصلا بهش فکر میکردم، و آلبوم خاص قبل از این که بشه آلبوم شخصی من ول دوی بود که یعنی در واقع قسمت دومی بود که ما میخواستیم تو فاز رپ آلبوم جمع کنیم و قرار بود تمام آرتیست های آدرنالین با هم فیت کنن، یعنی ایده که حالا فرکانس اومد پیاده کرد، اون موقع حتی با خود بچه هایی که توی تیم فرکانس بودن ما صحبت کردیم که یه همچین کاری بکنیم، چون داغ بود، آدرنالین دوره داغ بود که اومده بود، ولی همون موقع میدونی همه چی عوض شد، کلا من برنامه های خودم هم عوض شد، یعنی یه ذره زندگی مسیرش عوض شد، انقدر درگیر کارهای رضا شده بودم که دیگه نرسیدم به اون فاز رپ و اون جریان از زندگیم بخوام رسیدگی کنم و برنامه‌اش دنبال کنم. تصمیم گرفتم اصلا کلا برم توی یه فضای شخصی، و اون موقع ما به این نتیجه رسیدیم که من باید فوکوس کنم رو کارهای ریل و برنامه‌ای که اون موقع داشتیم، آهنگایی که داشتیم میفروختیم و کارهایی که داشتیم میکردیم. همین کلا این جریان این شکلی عوض شد و امروز نیکنیم من اسمم. حالا درباره آلبوم خاص صحبت کردی، خب اگه دوست داشتی، یعنی دوست داری دربارش حرف بزنی، میدونم که سه تا آلبوم تو راه دارین، یکی خاصه، یه دونه پرواز، یه دونه خاکستر روشن، آیا دوست داری دربارش حرفی بزنی، تاریخی چیزی یا کاری بزرگی توشه چجوری؟ والا هیچ کدوم تاریخ مشخصی هنی الان نداره که بهت بگم مثلا این تاریخ میاد این تاریخ میاد. در مورد کوتاه اول صحبت کنم، ما اینجا که در مورد من صحبت کنیم پس زیاد در مورد پرواز صحبت نمی کنم، چون اصلا آلبوم شخصی رضا، یعنی این اینترویو مربوط به رضا پیشرو نه مربوط به من. حالا یه سری صحبت شاید بکنیم، ولی در کل منظورم اینه که اینجوری برای پرواز مشخصه، یعنی رضا اعلام کرد یه روزی و هم خبر دارن که داره این آلبوم مستر میشه. خاکستر روشن آلبومی که ما با یه سری تالنت هستیم، یعنی تقریبا دو ساله که پروداکشن چیدیم براش،
5000 تا نمونه کار گرفتیم از استعدادا، دونه دونه گوش کردیم ما شخصی، یعنی هیچ کسی رو نذاشتیم گوش کنه، چک کنه، بگه این لیست، میدونی چی میگم؟ دونه دونه گوش کردیم بدون اینکه اصلا هیچ انتظاری داشته باشیم، اینا رو توی سری دستبندی قرار دادیم واسه اینکه بهشون رسیدگی کنیم. از تمام اون روزا و از تمام چیزایی که اکسپورت رسید به این مرحله، تبدیل شده به خاکستر روشن. و یه سری آدمی تو این آلبوم حضور دارن که جدیدن، ولی اصلا بحث پول مطرح نبوده. نمیگم هزینه ای برای این آلبوم نشده یا ما مثلا هزینه نمیگرفتیم، خیلی همه چی اصولی بوده، میدونی، استاندارد. همه بچه ها استعداد داشتن، یعنی از میگم 5000 تا کار شما حساب کن، هر چی 100 تا 100 تا هم حساب کنی شاید 2 تاش خوب بوده، میدونی چی میگم؟ 80 تاش که اصلا وایس و نمیدونم مسخره بازی فری استایل و اصلا یه سری چیزایی که نگم وارد اون گلایه نمیشم، ولی خاکستر روشن تشکیل شده از یه سری آدمی که از اون فیلتر رسیدن به اینجا. رضا پیشو کل آلبوم پرودوس کرده، خیلی آلبوم خاصیه خودش، میدونی چی میگم؟ خودش 3 تا ترک حضور داره، علیوش تو این آلبوم هست 3 تا ترک حضور داره، من تو آلبوم هستم، حالا چند تا آرتیست دیگه هم هست که الان نمیگم، ولی آرتیست های خوبی هم تو این آلبوم هستن. ما نیومدیم یه آلبوم فقط برای تالنت ها شکل بدیم، خواستیم کسایی که تو این آلبوم هم هستن اولا که بهترینشون رو نشون بدن، یعنی چون پیشرو مستقیما سوپروایزر این آلبومه و نظارت داره، هر کسی کارش خوب نشه اصلا قرار نمیگیره تو این آلبوم، نتیجهش اینجوری میشه، یعنی چه به بهای این باشه که هر هزینه‌ای کرده باش دیل بشه، چه به بهای این که صبر کنه توی موقعیت دیگه ای. ولی نمیتونه تو این مجموعه به این عظمت حضور داشته باشه، اینو به همه بچه‌ای که الان تو آلبوم هستن دارم میگم، با اینکه فیلتر شدن باشون بیت ساختیم، یعنی میدونی الگوریتم درست برای اینکه یه پرودیوس درست انجام شه. آلبوم خاص، حالا من در مورد آلبوم خاص صحبت زیاد دارم بکنم، نمیدونم اینجا همش جاشه که بگم حقیقت یا نه، چون روزای زیادی سرش گذشت. یه جا اشاره کردم بهش که اصلا چی شد که آلبوم خاص شکل گرفت. ببین یکم که اومد جلو، چون من خودم همساز بلدم بزنم و از یه جایی دوستی داشتم که کمکم کرد یاد گرفتم با نرم افزار آهنگ بسازم، دیگه آهنگسازی هم میکردم واسه خودم. شاید از روزای اولم بیتای خوبی نمیزدم، ولی دیگه کم کم رفت جلو و من قبل بعد از آدرنالین چند تا همکاری خوب داشتم، یعنی سکندری و تو آلبوم ریل همکاری داشتم، الف خر و آلبوم بال صادق همکاری داشتم، کارهای خوبی زدم به نوع خودم در اون زمان ها. برای همین دیگه کامل شد چرخه که من خودم پرودیوسر خودم رو داشته باشم و آیدیا برای همین تکمیل شد. نشستم دیگه دونه دونه ساختم و یه مدت اصلا نبودم، کلا هیچ جا اسم هم نمی زدم، حتی وقتی که می خواستم تمرکز کنم یه مجموعه واسه خودم درست کنم، می دونی؟ بعضی که تموم شد به فکر این افتادم که خب من الان بعد از این همه سال کاری که کردم و تجربه که دارم و ارتباطاتی که با بچه ها و دوستان دارم، چون بالاخره میگم من زمانی که آدرنالین رو بستم مثلا شروع شد همش که من با بچه ها ارتباط گرفتم، حالا چه رضا که الان 6 ساله باش کار میکنم و با هم دیگه کلی حرکت زدیم، چه بقیه بچه‌ها در اون خودشون، صادق، حسین، شایه، خیلی بچه‌ها میدونی از همون موقع پیگیر بودن، من با صادق خیلی همکاری خوبی داشتم. میخوام بگم که ارتباطات من باعث شد که بشینم فکر کنم خب من الان چیکار کنم که اون آیدی های من پیاده شه، مردم هم ببینن، هم هدف من که چی بوده اصلا این آلبوم بستم و متوجه بشن. میگم حرف خیلی زیاده بزنم، اینکه الان همه چیز رو اینجا بگم شاید درست نباشه، شاید مردم باید بشنون بعد قضاوت کنن. اینکه حالا یک چهارم آلبوم رو شنیدن، حالا الان شاید یعنی تو متوجه میشه دیگه، تقریبا 12 تا ترک این آلبوم که یک چهارمش رو شنیدن، مثلا کردم قدرت این آلبوم رو نشون بدم وقتی این سینگل ها رو ازش پخش کردم، میدونی؟ یعنی بگم که آقا من اومدم یه حرکت طوفانی بکنم و کسم و چیدم، برنامه هم مرتبه. حالا یه نکته جالبی هم هست همینجا بذار بهش اشاره کنم، چون میخواستم امروز اینو استوری کنم ولی همینجا میگم، من خیلی کامنت میبینم، حالا از اون اولی هایی که با سهراب بستیم کار رو، حالا راجعش صحبت میکنیم جدا،
اولو که اصلا کامنت مونتیگو و نمیدونم این چیزا میدیدم، منم روک میگم اصلا حرفا ابایی ندارم، یعنی من داشتم با یه همچی شخصیتی مقایسه میکردم، در صورتی که من بودم زحمت کشیدم واقعا، من برای کلی آلبوم و حرکت پشت پرده داشتم زحمت میکشیدم، یعنی انصاف نبوده که اصلا من بخوام مقایسه بشم، ولی من حق دادم اصلا مهم نبود، اصلا میگفتم خب مردم باید بشناسن اصلا با کی طرفن، چه اتفاقی قراره بیفته. و نکته که میخواستم بگم همینه، خیلی کامنت ها دیدم حتی این اواخر هم تو آهنگ کار زیاده، با اینکه خیلی طرفدارای باشعوری من فکر میکنم باشون آشنا شدم و الان روی صفحم دارم پیام میذارن یا کامنت میذارن و اینا، اونا اصلا من نوکرشون هم هستم، خیلی هم عشق میکنم باشون، دمشون هم گرم، ولی یه سری کامنت ها دیدم که اصلا بحث اینه که تو پول دادی فیت کردی فلان کردی بسان کردی. خب من این که این همه سال الان 10 سال آهنگسازی میکنم، این همه ساله که آلبوم بستم، چطور میتونید انقدر راحت منو نسبت بدید به کسی که اومده پول داده فیت کرده؟ من نه تنها پول ساز بودم واسه اون آرتیستایی که باهاشون توی این آهنگا همکاری کردم، بلکه خودم دستمزد خودم رو گرفتم. چرا؟ چون من خودم منیجرم، یعنی خب بر حسب اتفاق یا هر چیزی تقدیر این پیش اومده که من هم خودم میخونم هم میسازم هم منیج میکنم، یعنی همه این چیزا بوده تو من، پس من بلدم کارم چجوری باشه که همون آرتیستی که اومده لطف کرده اعتماد کرده سابقه شو در اختیار من گذاشته سودشو بکنه، چون بدون بیزینس که نمیشه، هم خودم سود بکنم وقتی این همه وقت گذاشتم. همون شب میدونی اصل داستان این شکلیه، یعنی من خیلی اینم میخواستم حتما اینجا بگم، دیدم این صحبت ها رو میکنم، مهم هم نیست خیلی از آلبوم رو ندیدن، 3/4 خیلیه، میدونی هنوز مشخص نیست چه مهمون های دیگه ای دارم، الان هم نمیخوام ازش صحبت کنم، بهتر سپرایز بمونه دیگه. این در مورد آلبوم ها صحبت هم تا اینجا خواست. آهنگسازی های آلبوم کلا با من بوده، میکس و مستر ها همه با پدرام آزاد، نوازنده های زیادی ما باشون همکاری کردیم تو این آلبوم و خبر مهمونا و همه داستاناش هم به مرور میاد. الان یه صحبتی کردی یه سوالی زد به ذهنم درباره اینکه خب میگن مونتیگو اینا، چون من خیلی ها رو دیدم که مثلا می نویسن حتی برای منیجرای دیگه که آقا تو پول دادی منیجر فلانی شی، مثلا فکر می‌کنن این کار منیج کردن اصلا این سه آسونیه، مثلا نشستی دوتا مثلا دایرکت جواب میده، اینا فکرشون اینه خیلی ها. و حالا یه سوالی زد به ذهنم این که خیلی ها البته میدونم باعث افتخاری که به هر حال با رضا پیشرو کار کردن در هر شکلی، اما اینکه بیشتر تو رو به اسم منیجر رضا میشناسنت اذیتت نمیکنه؟ ببین من یه نیو پافتدی ام، من حال میکنم، شاید مردم هرچی که میخوام بگم، ولی من یه پافتدی ام که دارم با پیشرو زمان حاضر کار میکنم، یعنی یه سینابی ام که میدونی چی میگم، به همون تناسب واسه من این داستان. مگه اون دوره که پافدادی منیجر بود آهنگ نمیخوند؟ مگه کارهای هیت نمیداد مردم با آهنگاش میترکوندن؟ حالا شوگنای تمتا به مدل خودش اون بر با توپاک یه سری کارها حرکت ها زده، بردمن برای لیل وین، یعنی در طول تاریخ شما میتونی ببینی کسایی که منیجر هم بودن کارهای خوبی تونستن بکنن، حالا اینکه تو ایران نبوده یا الان مثلا منیجر اسم نمیبرم منیجر که اصلا رپر نیستن، این دیگه مشکل من نیست که من آرت دارم، من آرتیستم، دوست دارم کار هنری من بکنم، مغز و هوش بیزینس هم دارم، خب چرا نکنم، حالا باید جا بیفته میدونی، همین حرفا رو باید بشنم هم مردم و بدونن چه خبره. ببین واقعا یه سیده دیم آقا، من الان خب تقریبا یه ساله که از ایران خارج شدم، حالا تاریخ جالبی داره ولی گلن وارد جزئیات نمیشم، واقعا تو این مثلا مدت نتونستم درست حتی بخوابم. ببین به معنای واقعی دارم میگم که وقتی میخوابم آخرین سکانس ها گوشی تو دستم و لیست واتساپ هم و تلگرام هم همیشه آپدیته، یعنی تا 4 صبح 5 صبح این آپدیت و بعد میخوابم بیدار میشم باید اول قبل از اینکه بلند شم 20 تا مسیج رو جواب بدم که کی چی گفته چه درخواستی داشته، در طول اینکه من جواب همه این آدم ها رو میدم در بعد به موزیکا رسیدگی کنم، بعد به مسائل دیگه رسیدگی کنم، میدونی میتینگ ها و برنامه هایی هستش که بعد در طول روز گذاشته بشه، تصویر برداری یا شوتینگ ها، هماهنگی ها، یه لحظه حجم کارا خودتونه یه نگاه کنید متوجه میشید که اصلا خنده داره بگیم منیجر کاری نداره بکنه.
دقیقا. اتفاقا یه چیزی رو الان بگم، ما با سیناب قرار بود که قسمت سوم یا چهارم بی پرده رو بگیریم، از اون موقع هماهنگ بودیم، الان قسمت ششم شده، یعنی انقدر سر شلوغه و حتی قرار بود صبح بگیریم، یعنی چند وقت پیش یه جوری شد که نزدیک بود دمدمای صبح میخواستیم بگیریم که بشه، و واقعا کار منیج واقعا کار سختیه، این که دیگه باید آدم حواسش باشه به این ور اون ور و کارهای خودشو. نه اصلا طولی که نمیشه، ببین تهشو بذار بهت بگم، یعنی این نکته باحالیه اینجا بهش بپردازیم، چون رپ فارسی یه مدل دیگه شکل گرفت، نمیشه هیچ جوره با عمر مقایسه کرد. اگه یه روزی پافتد یا شوگنایت رفتن با یه آرتیستی کانترکت بستن، پول جیبشون بوده، نفری یه میلیون دلار داشتن به پول اون موقع رفتن با آرتیست انقدر دادن گفتن بیا منیجت کنیم و اینا. نه، این آرتیست ها به ما حال دادن که ما منیجرشونیم و اعتماد کردن که میتونیم باشون یه کار مفید بکنیم. میدونی چی میگم؟ من فقط راجع به خودم صحبت نمی کنم، من اصلا هیچ کاری به هیچ مشکلی ندارم که الان وسط همه با هم یه سری داستان دارن، اصلا وارد جزئیات نمیشم، ولی این که آرتیست ها همشون، حسین، حالا هر کدومشون، خود سروش هیچکس، نمیدونم الان سهراب، نمیدونم بقیه بچه هایی که منیجر داشتن، مرز شایه، واقعا اون بچه ها کار کردن، اصلا من اکسپورت رو کاری ندارم که چی کار کرد، چی رابطهش با کی به هم خورد، چه اتفاقی افتاد، تا موقعی که اون منیجر رو کار کردن، چه الان منیجری که دارن واسه آرتیست کار میکنن، اون زمانی که گذاشته میشه و زحمتی که کشیده میشه واقعا ارزشمنده، واقعا ارزشمنده، یعنی هر کی هر کاری کرده، حالا اشتباه یا درست، کار کرده و به همون اندازه قابل احترام به نظر من. همونطوری که تو گوگل سرچ می‌کنی شما، تک تک منیجرها اسمشون هست، از پاول برای امینم تا هر آرتیست دیگه یه منیجرش مشخص. میخوام بگم که دم همگی هم خلاصه، خسته نباشید، من که دارم کارا رو می‌بینم، دنبال می‌کنم دیگه، سر همه شلوغه واقعا، الان تایمیه که آن خشایر و سوهیل هم یادم نره بگم، آرتیست ها رو هم آره گفتم. آقا یه پلتفرمی هست که چند وقتی هست دارین کاراشو میکنین به اسم پرشین رپ، دوستش همین توضیح درباره این بدین که هم مردم بیشتر آشناشن و هم که اصلا هدفتون چی بود از این و به کجا قراره برسه داستانش. این پلتفرم پرشین رپ الان تقریبا 4 سالی که استارت خورده، خب کارش و اصلا بنیان گذاریش و از صفر اینکه چی کار کنیم و چی کار نکنیم، از کار جرقه به صورت جدی رو نمایی شد ازش، ولی بتا ورژنش بود، یعنی ورژن یکی بودش که اصلا سایت خیلی چیز معمولی بود و کاربردش همین بود، یعنی آرتیست ها پروفایل داشتن و از همون موقع فالوور ها جمع شده الان واقعا اینقدر، ولی خیلی ببین درگیر بود این داستان. من از اونجایی که توضیح دادم راجع به فاز رفت و بسته شدن پروژهش، همزمان یه لیبل جدید باز شد درشش، یعنی پرشن رپ از اون موقع میاد، از اون موقعی که دیگه تصمیم گرفتم اصلا کلا با نیم پرشن رپ ادامه بدیم و نه من فقط، یعنی این رسانه نیستش که مال من باشه، خب نمیخوام بگم الان و اصلا اجازه شون ندارم، پشت این سایت و تیم هم آرتیست هست، هم منیجر هست، هم نمیدونم کلی گرافیست هست، برنامه نویس هست، خیلی، یعنی از اون موقع 4 سال پیش یه دونه میدونید چنل باز شد واسه اینکه ما شروع کنیم این کارو، با خیلی آرتیست ها صحبت شد سر این پروژه. حالا یه نمونه با حالش که اینجا میتونم بگم جالبه، یه گروپی رو عرفان توی مصاحبهش و من و تو منشن میکنه که دلیل کار منو نترسون از قفس، منو نترسون اسم درست میگم؟ آره، حسین و عرفان بود و که رضا گروه رو باز کرد، من توی اون گروه حضور داشتم و اون موقع به خنده بچه هم گفتم 5 به علاوه 1، چون یاس و حسین و سهراب امجهی و عرفان و پیش رو بودن، من هم حضور داشتم تو اون گروه و من اونجا اولین باری بود که جدن از این پلتفرم و برنامهش رو نمایی کردم. این موضوع تقریبا واسه 2.5 سال پیش فکر کنم گفتم آقا یه همچین برنامه‌ای داره میاد، اصلا ما هدف چیدیم، الان پلتفرم آماده است، داریم کارشو میکنیم. از اون موقع کشمکش این بوده که سایت درست کار کنه، مشکل نشه باشه و و و بیا جلو. من میگم خیلی آدمای دیگه پشت این داستان هستن،
نه من فقط منیجر و آرتیستش هم نه. میدونی اصلا یه چیزی نیستش که انقدر پروژه بزرگیه که 10 نفر الان هر کی یه گوشش رو گرفته واسه اینکه کار داره جلو میره. هنوزم کلی مشکل داریم و من تو لایو چند روز پیش هم تو اینستاگرام گفتم که این یه پلتفرمیه که داره ساختارش شکل میگیره، یعنی اگه مردم با مشکلی هم مواجه میشن همینجا هم ازشون خواهش میکنم که درک کنن، یعنی چیز طبیعیه. ما که گوگل نبودیم شروع کنیم، خب رپ فارسی هم کلا خود ساخته بوده، یعنی اینم هم مثل همون جوونه است که زد یه جا خیلی از این ابتدایی ترم بود، الان تو وضعیت استیبل خیلی خوبه. ما 3 تا ورژن سایت عوض کردیم، اپلیکیشناش داره میاد دیگه، راحت تو اپلیکیشناتون کارا رو میخرید، گوش میکنید، دانلود میکنید، آفلاین گوش میکنید، یعنی ما به همه چی فکر کردیم برای این داستان و خیلی گسترده‌تر میشه. حالا سر مردم در دایره ما این داستان بدونید که اتفاق خوبی میفته از پس این قضیه. چرا؟ چون با کمترین درصد پرسنل هم همه خدماتو داره در اختیار آرتیست‌ها قرار میده، برای اینکه مستقیما تبادل کنن با مخاطبشون، آهنگاشونو بفروشن، آلبوماشونو بفروشن، محصولاتشونو بفروشن. خیلی حرکت‌های دیگه‌ای که داریم می‌بینیم امروز، دوره آموزشی آنلاین با پیشرو داره پرشین رپ و پرشین رپ کلاس یه پروژه عظیمیه خودش. چرا؟ چون که اولا که شروعش با یه همچین آرتیستی بوده، ولی میتونه یه مستر کلاسی باشه واسه رپ فارسی، یعنی پروژه‌های بسیاری، دوره‌های زیادی با آهنگسازای خوب داشته باشیم، با رپرهای خوب داشته باشیم. خیلی پرشین رپ گسترده‌تر از چیزی که الان داره به نمایش گذاشته میشه و روزای خوب و بزرگی رو باش میبینیم. من خودم همیشه تلاش کردم از همون موقعی که تو دوران سایتر رپ فا و بیا تو رپ و رپ صدا و اینا فاز رپ رو زده بودم، سعی میکردم متفاوت باشه کارم. واقعا اگه کسی کار واسم میفرستاد میذاشتم. و اون روزا که نوجوونم بودم سایت داشتم، فکر میکردم باید یه روزی یه جایی وجود داشته باشه برای ایرانی ها خودشون کارشون رو آپلود کنن، نه اینکه ما پول بگیریم آهنگشون رو پخش کنیم، خودش آپلود کنه یه درصدی رو استریمر یا اون فروشند سلر داره میگیره به عنوان درگاه و کارمز و اینا، یارو بتونه درآمدزایی کنه، آرتیست بتونه درآمدزایی کنه، بتونه خودش توی اون سوشیال پلتفرم تبلیغ کارشو بکنه. میدونی چطور میگن تو اینستاگرام کامنت میذارن یا تو سان کلاود یا تو یوتیوب که بیاین کانال منو ببینید، بیاید این حرکتو ببینید. خب این واقعا آرتیستای تو این کارا رو تو این پلتفرم بکنن، کم کم شکل میگیره، میدونی میرسیم به اونجایی که این پلتفرم این کار بکنه. مهم اینه که آرتیست ها الان ملحق شدن و اعتماد کردن به این سیستم. واقعا من خودم شخصا سعی کردم که همشون راضی باشن، یعنی چه تو تصفیه حساب ها، چه توی همه اون خدماتی که داریم میدیم، پیگیری ده ها نفر که پشت سیستم بودن، بارها به ما حمله شده، سعی کردن سایت رو هک کنن، دشمندار شده. اصلا یه خاطر جالب تعریف کنم سر این داستان که سر آلبوم انگیزه عرفان یکی پیدا شده بود، هکر بود، بعد ما واقعا سایت هم سکیورش کردیم، ولی این طرف قف زده بود، میگفتش که من سایت شما رو دهن نگر میدارم. از 10 تا کشور مختلف داشت همزمان، مثلا از چین 16 میلیون ویو رو فرستاده بود روز آی پی سایت، نمیدونم همینجوری داشت این کارو میکرد، از 10 ها کشور داشت این کارو میکرد. گرفتیم باش صحبت کردیم، گفت که الان مشکل چیه، حتی اون که پروتکتور فعال بود، فایروال فعال بود، من چون تو زمینه تخصصی هم دارم میام، 4 نفر الان سواد و این داستانا دارن، دارن اینو میبینن، این برنامه رو میدونن که پیگیر اون داستانا بودیم. خیلی اون طرف کارش درست بود. حالا جریان چی بود؟ یارو اصلا مشکلش این بود که چه میدونم مثلا عرفان مسیج یکی از طرفداراشو نیده بوده، جواب نداده بوده، این دوست اون بوده، بعد اومده قفل کرده سایتو، ارده با این بابا تو همه فروشا رو خراب کردی، تو همه فلانا رو خراب کردی. این نمونه است. با سر کار روشن شبش لایو رفتیم با عرفان صحبت کردیم، با جاش مستقیما متوجه شدیم که داشتن فیلتر میکردن، یعنی دومین و سر ساعت پخش فیلتر کردن همه چیه، پای اساس برمیخ، چون ما گفته بودیم آقا همه برن دانلود کنن، گفتیم همه برن دانلود کنن، ایمیلی دیگه در کار نیست، آقا پلتفرم برای اینه که شما وقتی کارو میخری بری همونجا دانلود کنی. به هر ترتیب کارمون رو اونجا خراب کردن، ما اومدیم جلو، اصلا خستگی هم وجود نداره، چون اومدیم که یه حرکتی بزنیم، قرار نیستش که اینجوری بشه. حالا من خیلی دوست دارم بحث استریمر ها توی رپ فارسی مطرح بشه، چون خارج از بود سایت های اسپاتیفای، اپل میوزیک و اینا که هزارام نسخه ان، تیدال هست، نمیدونم، خیلی آی هرت رادیو هست، من اسم نمیبرم همشو، تو ایران هم باید باشه،
یعنی غیر از پرشین عرب که الان حتی استریمر هم نیست، باید مثلا میگم رسانه رپ فارسی خودش استریمر باشه، من آرتیست بتونم ازش کسب درآمد جدایی از لیبلینگ یا این داستان رو بکنم، که این تو فکر بچه هم هست اینجا، خبرش رو نمیخوام بدم، من خبری از داستانی نمیخوام بدم، ولی مشخصا هست. اصلا اگه سایتی الان تو فکر استریمینگ کردنش نباشه داره حذف میشه. یعنی خب مثلا دارم میگم این انتقال من به شهروز اینجا میکنم، بیا تو رپ تا کی میخواد دوتا لینک 128 و 320 و او جی جی بذاره، پست بذاره رو پی اچ پی نوکین هی همون شکلی باشه؟ همین الان هم متوجه شدیم که چه داره به چه سمتی میره داستان مخاطب های رسانه ها. خلاصه اینا رو میگم که من میبینم خیلی هنوز آپدیت هن این سایت ها، ولی واقعا باید یه فکر تغییر بزرگی باشن تو مسیر رسانه ها. آره حالا خدا رو شکر منم چند نفر دیدم حالا با من از پشت تماس گرفتن و اینا که داره اینا میاد، یعنی همین پلتفرما که گفتیم حداقل میدونم دو تا دیگه داره میاد و خوبه که بیاد اصلا شکل بگیره که حداقل یه پولی بیاد تو مارکت، نه فقط مستقیم خریدن، این که به هر حال خود آرتیست از استریمش بتونه پول دراره و خب به هر حال کاره با کیفیت تر میشنویم دیگه انگیزش میشه این که بره از کارش پول دراره. حالا چون میدونی ایران یارو الان مشکل اینه که، حالا من میگم یارو ناراحت نشه کسی، مشکل اینه که ما به ویزا کارت دست نیستیم. اگه بودیم که الان اسپاتیفای همه چی باز بود، حالا که آقا نداریم باید یه سری تومن باز بشه که مردم بتونن تومن تهیه کنن، بعد از اون ور مثلا اون لیبل بیاد با آرتیستا به استریمشون پول بده. این خیلی چیز منطقیه و این باید راه بیفته. من چرا مخالف نیستم؟ چون که خودم آرتیستم. خب مثلا میگم آقا فرق من با اون منیجری که خودش کار آرت نمیکنه هنرمند نیست، اینه که من برعکس شاید خیلی هایی که دیدم، یعنی به چش اومدم به من گفتم آقا طرف فلانی نمیذاره ما به آرتیست بسشیم، اون نذاش ما این همکاری رو بکنیم، نمیدونم اون نذاش من این آهنگو به دستش برسونم. من به خدا همیشه برعکس اینم، همیشه دوست دارم آهنگسازای جدید، تالنت‌های جدید، کارهای جدید، هر کی هوش جدید داره ملحق شه. چرا؟ چون یه روحیه هنرمند دارم، میگم هر چقدر کارا پیشرفت کنه خب آرت قوی‌تر میشه. میدونی چی میگم؟ امروز هم دارم همینجا اعلام میکنم آقا هر استریمری فعال بشه و درست حسابی باشه ما وارد کانترکت میشیم باش. از طرف آرتیست خودم دارم میگم، تو پیجشون پروفایل میسازیم، بالاخره اون ویو رو اونجا میخوره دیگه. میدونی چی میگم؟ اینکه حالا بیام با ما یه کانترکتی ببندم بیزینس تبلیغات اون پلتفرم رو بکنیم روی هر جایی، این بحثش فرق میکنه بیزینسیه، ولی ما پروفایلمون رو اونجا احداث میکنیم و ران میبریم جلو، آهنگا رو میذاریم که استریم بشه. چون همین الان دارم میبینم چند تا مدیا پلتفرم هستن که تو دنیا دارن این کارو میکنن و آرتیست از همه اونا پول در میارن، نه فقط از اسپاتیفای، مگر اینکه مثل پروژه‌ای که تو ایران اتفاق افتاد با آلبوم را دیدن، یکی اکسکلوسیو بده آلبومشو کلا به مثلا اسپاتیفای، وگرنه از کلی استریمر داره اینا پول در میارن. خب یکم بحثا رو ببریم که بتونیم یکم چیزای فان از توش بکشیم بیرون. همکاری زیاد داشتی، با کدوم کار سخت بوده یعنی اذیتت کرده واقعا، با کدوم کار راحت بودی و خیلی باحال و پروفشنال بوده طرف؟ شیرین ترین همکاریم با، یعنی آخه تو کدوم زمینه؟ من هر زمینه آهنگسازی باش فیت دادی، براش میکس زدی، میدونیشون میگم شاید خیلی پروژه هست که بخوام راجع صحبت کنم، از آدرنالین هست تا پروژه هایی که آهنگسازی کردم، ولی مثلا دو مدل بخوام بگم، سخت خیلی فان دارم بگم و اینجا جاش میتره که من خنده، خود حسین هم اینو ببینه میخنده، من دم پخش آدرنالین بودم، حسین یهو کارش رو عوض کرد، کارش تو آلبوم من عوض کرد، نه اینکه مثلا روزش ها، 10 روز قبلش گفت سینا این عوض شده، سپرایز هم بهم داد، حال داد به من، نمشون گرم بچه ها، بیگرز هم آوردن تو آلبوم و آهنگ پر اومد تو آلبوم. آقا من تایم گرفته بودم رادیو جوان و همه بچه ها ساعت 8 شب میخواستم بذارن آلبومو، حسین آهنگو نده بود و حسین ساعت 8:45 کارو به من رسوند، 45 دقیقه از پخش رد شده بود. ببین در این فاصله زمانی من رو پیج فازرب 1400 تا کامنت خوردم در سال 94 که همه فوش بود.
تو رو اسکول کردی آلبوم رو میدی فلان فلان شده فلان، این سخت‌ترین همکاری من در طول زندگیم بود. یعنی این کاری که با حسین پیش شما این جالب بود، ولی اشکال نداره، یعنی باعث شد یه اتفاقی هم بیفته، من مخاطبا رو بشناسم، چقدر فیدبک اومد، برای چی اصلا. من شما میدونید مگه چه اتفاقی افتاده که من یه ساعت آلبومم دیر اومده، حالا این موضوع ازش 5 سال میگذره دوره، ولی همکاری باحال خوبم هم که ببین اونی که بهم چسبیده سه تاش میکنم، اونی که بهم چسبیده سکندری بوده، خیلی بهم سکندری چسبیده. چرا؟ چون یه بیتی رو با رضا ساختیم و رضا در از بیسش رو ساخت، درسته که اسمش تو پرودوسر اون این نخورده، ولی گفت این چیه، این ولش کن، پروژهشو دیلیت کن. گفتم داداش چی، این باله، این باله، بذار باشه. گفت روش کار کن برام بفرست، و رفت و من خودم دو سه روز روش کار کردم و گیتار زدم روش و اصلا کلی حرکت زدم، فرستان گفت ایوال من میرم روی میخونم. بعد شد سکندری و شد اولین همکاری من به عنوان آهنگساز با آرتیست. خیلی شیرین بود این داستان. راحت ترینش هم کارم با سهراب بود، همین کاری که آخری ها فیت داریم. میگم در این حد راحت بود که من حالا بماند که یک سال رو اون پروژه زمان گذاشتم، ولی کلا هماهنگی هاشو کردیم و صحبتاشو کردیم با همین و اینا، آهنگ رو سهراب شنید و 24 ساعت بعد ماکت داد بهم. یعنی از این دیگه سرعتی تر سرعت عمل نشیم، مثلا دو روز سه روز بعدم وکالاشو رسوند. میدونی اون خیلی راحت بود، یعنی پروفشنال همینجوری. حالا دمش هم میگم بچه ها، میگم 24 ساعت بعد وکال فرستاد، دلیلش همین بود که حال کرده بود، یعنی خودش بهم وایس داد و گفتش که من با کارو حال کردم و سریع هم فرستادمش. ورسش هم من دوست دارم، حالا رو اون آهنگ و زمان زیاد گذاشتیم واسه اون پروژه. خب آقا الان اشاره کردی به داستان به هر حال همکاریت با سهراب ام جی، و خب یکم حاشیه‌ای شده این چند روزه، و خب شما تو همین چند روز اخیر یه فری استایل پخش کردی از خودت که به ذهن من میخورد که دیسترکی باشه به ام جی، یعنی فری استایل دیس باشه، و خب دوستشم در این کار حرف بزنیم که آقا چی بود هم داستان اون فری استایل و اینکه اون کار چی بود داستانش، چون تو شما فری استایل در مورد اسپانسر حرف می‌زنی و این کار، یعنی کاری که فیتی که با هم دادید، پستش از پیج جفتتون پاک شده. آیا این همکاری پولی بوده؟ چی بوده؟ این اسپانسر چیه داستانش؟ آه واسه اینه که پرسید. اولا اینکه چرا فکر کردی دیسترکه؟ چون ببین اون حالا اونجا که من برداشت کردم، اونجا که من دارم میبینم، حالا اول دیدم که سهراب اونجا فالو کرده شما رو و پستا پاک شده، اون تو هم داری درباره این حرف میزنی، ذهن هم برد به این سمت که داری. حالا استیجا رو بهت بگم، من اصلا کلن این پروژه رو سه ماه پیش نوشتم، این موزیک و آر، و اصلا موقع هم هیچ داستانی نبوده، تازه سه خیلی صحبت ها شده بوده در مورد همکاری، من هیچ مشکل نداشتم با کسی. این در واقع فریستایل و اسمش هم بخاطر این اسپانسره، دلیلش به خاطر همون صحبتی که قبلتر تو مصاحبت کردم، مردم فکرهایی که راجع به من کردن در مورد حالا هر چیزی که فکر کردن که من بیزینس اومدم پول دادم، مثلا مش یوزر بودم، نمیدونم هر فکری کردن، این جواب اوناست که آقا من کارم یه چیز دیگه است، من 10 سال دارم میخونم. پایین اون پست اگه دقت کنی نوشتم که put some respect on my fucking name. یا به خاطر اینکه 10 سال دارم میخونم، 10 سال دارم منیج میکنم، 10 سال سایت دارم، 10 سال موزیک میسازم. بابا مثلا دیگه تو چی و رزومه منو کجا چک کردی که داری این حرفا رو پشت سرم هم میذاری، مثلا تو کامنت میذاری میگم پشت سرم، میدونی چی میگم؟ اون حرف هم واسه اونا بود. حالا اینکه الان تو این حواشی این فریستایل اومده و الان دیس این داستان تلقی میشه، نه من هدفم این نبوده، هدفم این نبوده. شاید خودم یه شیطنتی کردم تو پسته بالاش نوشتم که هنوز دنبال اسپانسری، خب ولی جریانش به یه سر دیگه میخوره. حالا اول در مورد اون بخشی بهت بگم که میگی فیت پولی بوده و اینا، اولا اینکه من یه رزومه مشخصی دارم، خب اینکه اولا اون آرتیست با این زمان میاد کار به من میده، وکال میرسونه و اینا، این مشخص میکنه که این از یه پروژه پولی جدا بوده داستانش. خب دوم اینکه من همون اول که این کارو شروع کردم برای کار اسپانسر داشتم،
همون اولی که، یعنی اگه شما نگاه کنید توی اسپاتیفای رید همه جا، توی هر جای نگاه بکنی این کاور لوگو داره، باش لوگو اسپانسر داره. و همون اول آقا من پول گرفتم و میخواستم یه آرتیستی رو بیارم توی این کار و هزینه که دادم $3,000. آقا من به آرتیستم کانترکت بستم، $3,000 هزینه دادم، $2,000 خودم برداشتم، هزینه مزد کارم رو گرفتم. خب خیلی هم سراب حال کرد، ترتمیز پروژه رو با هم بستیم و دادیم و همه چی شیرین بود. و اصلا من نه هیچ وقت من سراب رو مثلا ندیدم، اصلا کاری هم با هم در طول این زمان ها نکردیم که بخواد یه همچین رابطه ای باشه که الان بخواد خراب شده باشه من نیسپک بدم و فلان. چه نیسپک آنفالو؟ نه میبینید آسان ها، بس حالا برسم به اون که تیکه که انداختم. چرا تیکه انداختم؟ چون امین رفیقمه. خب امینی که امین منیجر سهراب رفیقمه، ولی داره شیطنت میکنه. آره پست، حالا دو تا استوری گذاشتین که ما هم رفیقیم و فوشن طرفدار. آره آره بیا همین اومد به من گفت داداش یه حرکتی بزنیم. منم بهش گفتم بیا توییتی بزنیم یه کاری بکنیم. ما اون نتیجه شد که اونو گذاشتیم. فرداش یهو بیدار شدم از خواب، دیدم یکم مدیا پست گذاشته لایو جنجالی امین در جواب پیش رو، بعد اینو پاک کردن. یعنی فقط شانسش خورده که من اونو دیدم. اگه این هم امروز اینجا میگم خودش میدونه، بهش گفتم شیطنت داره میکنه. اصلا تو لایواش یه سری صحبت ها میکنه که درست نیست. میدونه من حقیقت، من همیشه حرف طرف حقیقتم. من اینجا شاهد میگیرم و حرف مهم میرو در مورد این داستان میزنم و حواشه این چند روز چند وقت. امید هنرور رو اینجا من شاهد میگیرم که توی این داستان بوده. بچه ها میخواستن یه کاری جمع کنن و اونا دنبال اسپانسر بودن و امین تو این لیست بود. آقا خودش حقیقت دیگه، بیاد صحبت کنه دیگه نبود. امین دنبال با امید با بچه ها داشتن دنبال اسپانسر میگشتن یه کاری شکل بگیره که اصلا اول این آفره مربوط به کار سهراب بوده که رضا توش حضور داشته باشه. درست شد؟ همین چی شد؟ یعنی که آقا بعد چی میگی؟ ما دنبال چه اسپانسری بودیم؟ مگه ما اصلا آفر همکاری دادیم که دنبال اسپانسر باشیم؟ داستان سامان هم اصلا برمیگرده دوباره به اینکه من و همین صحبت کرده بودیم، خواستیم یه همکاری شکل بگیره، یه صحبتی کردیم و خود سامان ابراز علاقه کرده بود و بعد با همین اقدام کردن، با من صحبت کردن، صحبت کردیم و برنامه اینجا رفت که آقا بعد دو طرف اسپانسر درستایی وجود داشته باشه. من گفتم من کمک میکنم، اون برم خودش اصلا خود سامان میگو من همه کارا رو میکنم، میگو من همه کاراشو میکنم، بیزینساشو، با اینکه من امینم پیگیر بوده، اینو خود امینم میدونه. یعنی من اگه پیگیری اون دوستانم کردم، چون دیگه کاریه که فرق میکنه، این پروژه اگه قرار بود شکل بگیره و شکل میگرفت باید مدل بیزینسش فرق میکرد، نمیشد بسپوریم دست یه نفر یا یکی. کار تیمی هم نبود، کار مستقیم دوتا آرتیستی بود که ما باید کارشون انجام میدادیم. این در نهایت میخوام بگم که من یادم نمیاد من دنبال اسپانسر رفته باشم یا من آفر همکاری داده باشم. میدونیم ما آفر همکاری گرفتیم، حالا خود سامان هم اینو منشن میکنه، هی تو حرفاش میگه من گفتم بیا این کارو بکنیم، یه چیز مشخصی دیگه. همین بیشتر از این حرف اینا رو گفتی من یه صحبتی بکنم. یعنی آهنگی که رضا پیش رو داد نامحدود، اینو ما چند ماه پیش فکر کنم 4 5 ماه پیش شنیده بودیم که رضا داشت اینو میخون، یعنی آهنگش داشت پلی میشد روی کشتی بود و تو این حواشی هو ریلیز شد. این دیس به سامان بود آیا اصلا برای این طراحی شده بود؟ چی بود اصلا این داستان؟ آقا من نمیتونم صراحتم بگم نه، چون خود کاراکتر پیشرو میگم این حرفایی که باید خود پیشرو به عنوان آرتیست و اینترویوش بزنه، من که نمیتونم بگم اون لحظه تو ذهنش بودم چه تصمیمی گرفته، ولی ما قبل از این داستان برنامه پخش این سینگل رو داشتیم. یعنی قرار بوده از پرواز این سینگل ترک بیاد بیرون، حالا به هر ترتیب اون لحظه با همه داستانی که پیش اومده اون موقعیت مناسب بوده برای اینکه این ترک بیاد دیگه. میدونی چی میگم؟ اوکی. و اصلا به هم تداخل هم کرده، یعنی ما تو برنامه هم بوده که اون موقع این کار پخش بشه.
میدونی چی میگم؟ حالا دیگه اون اومد یه هول لایو گذاشت، من خیلی خودم ابراز و شکایت کردم، خیلی پیجا گذاشتن و من کامنت های مردم هم دیدم که چرا تو داری میپری به سامان ویلسون. واقعا من یک سری بودم توی این چار جهت که قرار بوده تو این مثلا همکاری نقشی داشته باشم و من حق دارم حرف بزنم بگم که تویی که خودت اومدی گفتی هیچ جا پخش نکنیم خبرشو، اصلا صحبتشو نکنیم، چرا یه لایو میذاری بدون اینکه اجازه بگیری از آرتیست، از همکارت، از اون کسی که پارتنرته، یهو میری توی لایو میگی که من میخوام فیت کنم، دو تا پروژه هم بوده و او داره صحبت میکنه که ما صحبت کردیم. اه مگه داریم یه همچین چیزی؟ اولش هم قشنگ بود، رضا حتی ریاکشن داد بهش، خبرش پخش شد تا زمانی که ما لایو رو دیدیم. من اینو نمیخوام، من اینو میخوام، من اینو نمیخوام، اینا که اصلا، اونا اصلا، اینا اصلا، اونا رفیقای ما هم، ما باشون داریم کار میکنیم، چرا به خودش اجازه میده که به همه توهین کنه، به یه سری به یه سری آدم که بعد میدونی من اسم نمیارم، من کلی هیت میشم اگه بگم مثلا فلانی ای 3-4 بار میگه من میخوام با یارو فیت کنم، بگید یارو بیاد با من فیت کن. اه ما با این آدم واقعا میدونی چی میگم، الان نمیتونیم طبق همون دیلی که کردیم صحبتمون جلو بریم، که اون یه پروژه‌ای بوده که قرار بوده روش کار بشه و اصلا مردم باید اکسپورت بشن سر یه همچین کاری که بهشون بر نخوره بعد این همه سال چی شد این کار داره شکل میگیره، اکسپورت خفن مثل راکوشاک، اکسپورت خفن باید بشن، مثل همین داستانی که دیروز اتفاق افتاد، تیزر آهنگ کامیار با پیشرو پخش شده، کلی هیت کامنت که چرا با ویلسون فیت نداره، چرا با طرفدار، حالا اونا هم من کاری به این حرفا ندارم که طرفدار رضا خودشون میدونن که رضا پیشرو بعد این همه سال خودش میدونه داره چی کار میکنه، اگه میشه بره توی همکاری که درست نباشه، اصلا خارج از این کامیار خودش رزومه ای داره واسه خودش، این سال پیش با یاس رو استیج بودن، خیلی کار بزرگ کرد، با عرفان یه حرکتی داشتن، دست جمعی بود، کلی آرتیست توش بودن، اعتراضی بوده، یعنی به عنوان آر ام بی خون در نقش‌های مختلفی ظاهر شده در طول تاریخ موسیقی ایران. خب این خفن‌تره، این همکاری خفن‌تره که تازه آهنگ هنوز نشنیدم، من شنیدمش، به نظر شخص من که آقا من بالاخره کلی کار هنری کردم، یکی از ماندگارترین کارهایی که توی تاریخ موسیقی میشه ازش یاد کرد و اینو به اثبات میگم، چرا؟ چون هدف داره، هدف روشن داره این آهنگ، خیلی مهمه و دیگه اصلا بیشتر از سوال نمیاد چون میاد میشنوی، ولی تا موقعی که نشنون اکسپورتو همین جوریه، یعنی همسخ موقعی که خبرش پخش شد که ما میخوایم این کارو بکنیم همه جا ترکی جا او میخوان همکاری کنن پیش رو ویلسون، خب کلی داشت هیت میگرفت، همون لحظه کلی انرژی اومده بود که چرا دارین این کارو میکنین، چرا دارین این کارو میکنین، بعد مردم اکسپورت رو ببینن، بعد سامان خودش اینو منشن کرد، گفت آقا هیچ جا خبرشو ندیم، ولی نمیدونم چی شد که یهو نصف شبی، حتی امین به من گفتش که نباید این کارو میکرد، یهو لایو آقا نباید این کارو میکرد دیگه، شما بدون اجازه من مثل این میمونه الان مصاحبهمون تموم شد، بدون اجازه من تصویرها رو بدی بالا، میدونی چی میگم؟ من شاکی میشم دیگه، میگم آقا من دیگه اصلا با تو کار نمی کنم، همین دادش بگو داشتی میگفت. الان درباره کامیار حرف زدن خواستم یه چیزی بگم، حالا یه بدی که دارن مخاطبا خیلی تعصب رو هر کی که پاپ میخونه، درسته ما یه جمع خیلی بزرگی از پاپ خونامون واقعا تو باقالیان مثلا این مجازا، ولی توشون خواننده های خوبم هستن که واقعا این کارن، یعنی طرف واقعا خواننده است و اینو فکر کنم دلیل چیزهای منفی که بود، کامنت های منفی اینا این بود که ملت تعصب دارن رو رپ، یعنی یه رپی نباید با یکی که مثلا حالا پاپ میخونه و اینا همکاری کنه، این فکر کنم مگه تتلو نمیخونه جان، مگه تتلو نمیخونه، مگه تتلو نمیخونده، مگه اون موقعی که مثلا میگم یه طرف درد اومد از تتلو و پیش از پیش رو تتلو، اون موقع تتلو چی میخونه خودش، چه دوره ای بود ازش، حرف من اینه، واسه تأثیرتون واسه چیه، فقط دنبال موقعیت این که هیت کنید، نه این که میدونی چی میگم، یعنی الان اگه مثلا این فیت بود پیش رو تطلو قوقا میشد دیگه، اوه الان عجب عجب خیلی هیت، ولی خیلی هم موافق،
چرا؟ چون تتلوه، چون خودش رو این ور نگرش. آقا اون کامیار واسه خودش 20 ساله داره میخونه، تو جهت خودش اندازه این آرتیستی که بعدش وایساده زحمت کشیده. این که 4 تا کار مارکتینگ میکنه دلیل داره. آقا شما اینو بدونید، شما که مخاطر رپی داری این برنامه رو میبینی و آگاه نیستی از مارکت بیزینسی لس آنجلسی یا پاپ آرتیستا، اونا مجبورن یه آهنگ مارکتی بدن واسه اینکه رو استیجشون وایسن پول در بیارن زندگی کنن. ما رپ آرتیستیم، شما حال میکنید از حرفایی که ما میزنید، چه اعتراضی باشه، لاف باشه، سیاسی باشه، این باشه، اون باشه، حال میکنید با همه اینا. ولی اونی که داره مثلا آر ام بی میخونه، پاپ میخونه، مجبور کارش رو اش بده، مجبور مارکت بده برای مارکت ایران که بتونه پول در بیاره. اینو بدونید، قضاوتش نکنید. تی ام بکس که دیگه یه شاخه ایش رپ ای پاپ هم داره. آقا من خودم میدونم دیگه، آنالیز من اینه. اونا برای چی این کارو میکنن؟ چون تی ام بکس از قدیم ما این کارا بوده، باید یه سری کار مارکتی اونجوری داشته باشه برای اینکه تی ام اکس بمونه و موفق تر هم بشه در شاخه خودش. چه واسه که تمیز هم مثلا، من که مخالفتی ندارم، هر کسی تو شاخه خودش داره کارشو میکنه دیگه. حالا که یه همکاری شکل میگیره این بر داریم تو آهنگ میشتیم پاشو بگو میتونم، خب ما داریم میشتیم که داریم باشه آهنگ انگیزشی صحبت میکنیم که داره میاد. خب بابا یه ذره صبر کن، چند روز بعد مگه آهنگ میخواست بیاد؟ میدونی چی میگم؟ این مشکل مردم هست. آقا یه سی متوجه هست صدام گرفته، دارم صحبت میکنم، اشکال نداره، الان صدام گرفته دیگه دوست های هست. خب یکم بحثا رو ببریم بیشتر سمت خودت و خب فن بیست و طرفدارات بتونن با سلیقه شخصی خودت بیشتر آشنا بشن. 5 تا از بهترین رپ کنای ایران رو بخوای انتخاب کنی یا تاپ 5 خودت کدومان؟ پیشرو، حسین، یاس، سایی، صادق، سلیقم ها شاید خیلی بهتر وجود داشته باشم. آره دیگه سلیقت. 5 تا از بهترین آهنگسازا؟ علی بی، خشارسا، دارا، داراکی، خودم، یه نمیشناسمش، داشتم فکر میکنم کی مثلا، ولی مثلا یا آهنگسازی که داره میاد یکم دیگه کاراشو میشنوه خیلی خفن. خب به جز اون بشناسیم که یکی دیگه بگی بشه 5 تا. مهدیار رو دوست دارم کارش، دیگه کی هست آهنگساز اسم بده؟ من خودم هم گفتم چون دیگه نمیدونم. سعید دهقان، مهراد هیدن، علیرضا. سعید دهقان من کلا اون سبکی دوست ندارم، منظورم سعید دهقان و مهدیاره. علیرضا جیجی هم آهنگساز خوبیه، من با سبک آهنگسازیش حال نمیکنم، با اینکه خودم تو برنامه هیت فور هیت باهاش مسابقه کردم، بهش گفتم که با آهنگای موفقی ساخته، سلیقه من نیست، من دوست دارم. 5 تا از بهترین آلبوم رپ فارسی خود بیشتر حال میکنی، گوش میدی و لذت بردی ازش؟ حقیقت شوخی الان دیگه گوش نمیکنم، دیگه اول اسکول رپ گوش نمیکنم، رپ فارسی شاید پلی بشه بعضی وقتا، ولی جهنم ساکت رو دوست دارم، خیلی تأثیر گذاره تو تاریخ هیپ هاپ. آخه از چه نظر بگم؟ میدونی چون من چند گانه داره شخصیتم، از لحاظ کاری هم موزیک کار میکنم هم بیزنسی میبینم، میدونی چی میگم؟ اگه بخوام موفق ترین رو بگم، آها گفتی خودم گوش میکنم حالا. آره خودت حال میکنی تو تنهایی گوش میدی پلی میکنم؟ نه الان که واسه جهنم ساکت گوش نمیدم. دوران طلایی واقعا، بعضی کارهای زاخارنامه، آلبوم بهرام، نمیدونم 92 سکوت بود. آره سکوت خیلی آلبوم خفنیه. از سورنا آلبوم اولشو خیلی دوست داشتم، اون 6 ترکیه باز اسمش رو. آره خیلی خیلی اون آلبوم هم خوب بود دیگه. پرواز
تو الان دارم گوشش میدم. دیگه بالا من نمیتونم حرف بزنم خیلی، ولی میتونم اینو بگم که خیلی سورپرایز داره، یعنی مردم شاک میشن. حالا خیلی مینستریمه، میدونی چی میگم، از اون چیزی که از همه جهت شاید همه هوادارا رو راضی کنه، چون به نظر من چیزی کم نره، از همه سبکی همه جوره، بلنس. اوکی و خبرهایی که داریم یه خیلی نسخه اون کرد. خبره رو یه باید منتظر باشیم جان، نیمت سیم باید منتظر باشیم یا آره دیگه، حالا حالا باید نسخه میکشیم. آقا به عنوان کسی که خودت هم آهنگسازی میکنی، هم میخونی، هم میکس و مستر و اینا، یه آلبومی چند وقته عرضه شد که خیلی همه منتظرش بودن، خیلی نقد روش بود، و خب اینم تو سوالایی که داشتیم خیلی ها دوست داشتن که بدونن نظر سینا بو، نظرت در مورد آلبوم مجاز چی بود؟ ببین شاید باورت نشه، ولی قبلا اگه بود مثلا 2-3 سال پیش شاید خیلی قفل میکردم، تنها گوشش میکردم، آنالیزش میکردم، ولی واقعا وقت نشد که خیلی دقیق بهش نگاه کنم. دلیل اینکه علاقه ای هم نداشتم به اینکه سفت بشینم بگم با همه روش بدم، آهنگسازی مهدیاره. من با آهنگسازیش مشکل دارم، یعنی احساس میکنم که اصلا آقا من نقدم بهش اینه که من واسه کارش احترام قائلم، خیلی کار خفنی ساخته در گذشته، ولی خیلی سلیقه شخصیش هموار باشه. آقا من وقتی میشینم آهنگسازی میکنم، مثلا واسه صادق ما کار موفقی با هم داریم، توی سگانه آخرش هم بودم، 100% توی کاری آینده هم باشه آهنگسازی همکاری میکنم، چون خیلی فکرم باشه نزدیکه تو بچه هایی که حالا آهنگسازی باشون کار میکنم. نه منظورم که حالا مثلا رضا صادق فرق نداره، ببین تو اون جلد میرم، یعنی من خودم رو میذارم جای صادق، میگم خب الان اون میخواد بخونه چه حسی بهتره داشته باشه موزیکش، یا پیشرو، اون پیشروی که الان میخواد روی موزیک بشینه چه حسی بهتره داشته باشه. به نظر من موفق نبوده با رسانه‌ای سروش توی اون ابعاد از شعر و اون ابعاد از کانسپت سروش، هیچ کس و کانسپتو بی نظیر قاضی منو دوست داشت، یادم میمونه، یعنی میخواد دیگم که کانسپت ها خفنه، محتوا خفنه، شعر، مدلش، همه چی خفنه، موزیک آزارم قبلنا خیلی بیشتر کارشو دوست داشتم، مثلا عاشقم، عاشق حرف بد ولی تأثیر گذار، یادم اصلا من عشق اون موزیکو دارم، موزیکشم کو مهدیاری که اون موزیکای هیتو میزد قبلتر، حتی خیلی دوران قبلتر، ولی نیست الان. برای همین نقدم به آلبومش اینه، به عنوان یا آهنگساز و خواننده اون میگم خیلی بیداش میدونست بهتر باشه، و مجموعه تیمش هم سعید دهقان هم همینطوره، با اینکه من حتی با سعید در تماس بودم چند وقت یه اکسپورتی از یه کاری بگیریم بتونیم یه بیتی بکشیم بیرون و نشد. حالا من بیشتر بازش نمیخوام، ولی میخوام بگم که خب نمیشینه دیگه، اون سبکی شده، اون سمتی شده بیشتر اصلا، همین از موزیکش. ولی دمشون گرم، خسته نباشن، میدونم بیزینسش هم کردن، دارن درآمدش رو هنوزم میگیرن، خسته نباشن. امیدوارم فقط باعث نشه که یا دیگه سروش رو نبینیم، یا اینکه واقعا کم ببینیمش. خب آقا یه سال دیگه در حالا در رابطه با کارهای منیجینگ، از میدونم حداقل 5 سالی هست که کار فروش و اینا رو شروع کردین، حالا با تیم خودتون و رضا و اینا، اون زمانهای ریل و اینا تازه اومده بود، از اون زمان تا الان چقدر پیشرفت کردین؟ آیا آینده این داستان روشنه؟ چون من قدیما هر جالبت بگم، از بچه های رادیو جوان اومدن ماما صحبت کردن که کارها رو داریم رو سایت میذاریم و اینا، و با همون صحبت کردن، گفتم ما یه روز این کار کرده بودیم جواب نگرفت، امیدوارم شما موفق باشیم و واسه همون جالبی ببینیم چی میشه. این حرف هم واسه تازگی هست، من حق هم واسه این حرف رو بزنم، چون فروختم مرازه، اولین کاری که ما با هم میفروختیم 3 میلیون فروخت، با اینکه قبلترش اصلا به نظر من اولین جایی که فروش رپ فارسی اتفاق افتاد توی دوران طلایی بود که پکار فروختن آنلاین از درگاه زرین پال این آلبوم به فروش رفت،
و اون دوره خوب فروخته به اندازه پول اون موقع، کاری به اون نرم. اینکه تک آهنگ فروشش خیلی باب بشه و اینا، از دقیقا کار بمب ما واقعا شروع کردیم و واقعا قبل از اون کسی نمیفروخت. آقا من دیگه به جرئت دارم میام، هر کی بگه ما میفروختیم سند بیاره بگه ما میفروختیم اون موقع. ما از کار بمب فروختیم. ببین از اون مبلغ واقعا به جاهای خوبی رفت، یعنی دونه دونه کارا پیشرفت کرد. هزینه‌اش خیلی کامل داشتیم که آقا کی کارا میخره اینجا، ایرانه فلانه دیگه، خیلی همه چی دست به دست هم داد. بقیه آرتیست ها ملحق شدن، باعث شد جا بیفته این داستان. واقعا الان آمار خوبی داریم، نمیخوام قیمت بدم، کمه کمه هنوز، نه خیلی ها، دمتون گرم، ولی مثلا 4000 نفره 5000 نفره واقعا کمه. این باید بشه 50000 نفر، باید بشه 100000 نفر و به مرور بیشتر بشه که داره میشه. من هر روز شاهد اینم که داره خریدا بیشتر میشه. و وقتی آرتیستی میاد، الان عرفان با ما همکاری کرد، آلبوم انیزا اومد، خیلی مشکل ها پیش اومد، نمیخوام باز کنم سر خیلی چیزا، حالا تمام تلاشمون بود که همه رو راضی کنیم و کردیم هم تا حدود خیلی زیادی، ولی عرفان راضی بود از کل این تبادلی که با مخاطبش کرده بود، هزینه که در آورده بود، خود ساخت یه سری حرکت های این شکلی زده بود، یعنی لذت بخشه. مثلا خشار رسار کچیویتس به من گفتش که من بیشتر دوست دارم ببینم چی میشه، بیشتر لذتش رو اصلا مهمه تا اینکه بخوام ببینم چقدر پول در میارم. و این آرتیست هایی که دارم نیم میبرم اولین بار هاستشونه که دارم این کارو میکنن. حالا سورا بیشتر با همین در تماس، اون باید بگی که مثلا چه حسی داشت الان چه اتفاقی، ولی مطمئنم اونم منظور خودش راضی بوده. میدونی چی میگم؟ نه اینکه راضی کلی ها واو الان من چقدر فروختم و خیلی خوبه، نه خبری نیستش، باید زیاد بشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مدیاها درست کار کنن، به خاطر اینکه آرتیست شما نمیده سر هر کار چیپ لولی میره یه کاری میکنه که نباید بکنه. درسته وظیفه منیجر هست که کارهای خوب بگیره، ولی تا چه پتانسیلی؟ اگه شما مستقل از کارها حمایت کنید، حالا به هر ترتیب که دارید میکنید، همون اسپاتیفای گوش بدید مثلا، کارو بخرید، نمیدونم هر جور که در توانتونه، ولی درست گوش کنید همه چی درست میشه. آقا الان اینجا من ترکیه هم، تو هم ترکیه دیگه، حالا الان امروزی که این مصاحبه برمی میکنیم، هر چند سال بعد هر کجا بودیم به جای خود، بابا یارو آهنگ داده ای بابا نه بابا که بابا چه بابا، یارو سه آیتیونز به خدا، یارو تو همین یه دونه درک سه تا لامبورگینی کشیده بیرون، یه دونه دیگه همین پسره با یکی دیگه نمیدونم اجل چی ازل اینا کار میدن. بابا اینا همینجوری تاپ هیتن، خب این به خاطر چی داره به اونا پول میده؟ چون همه وصلن و دارن کار میکنن. آقا درستش راهتون رو سخت کردن، کارت بانکی ندارید، وصله به دنیای ارتباطات، ولی ماها کم کم راه میندازیم، این کار رو ما باید بکنیم، دسترسیتون رو راحت میکنیم، خرید اکانت اسپاتیفای رو براتون راحت میکنیم، نمیدونم یه سری کار رو ما باید بکنیم. میدونی چی میگم؟ الان تو بیشتر حرف من رو میفهمی، یعنی تو به عنوان کسی که مثلا رسانه کوکتل رو داره، باید جا بندازی، سعی کنی کمک کنی که آقا کسی که میخواد ملحق شه به اسپاتیفای کمک کنی، یه جایی تبلیغ بکنی واسه اون جایی که هست واسه اینکه بخرن مثلا میام. ولی میگم ما باید این کار بکنیم، مثلا تو پرچنل ما ایدهشو داشتیم که بذاریم آقا بتون اکانت بسازن و ما وصل کنیم بهشون، هنوز پیاده نشده، هر موقع بشه من حتما اعلام میکنم. حالا اینم از این قضیه دیگه که فروشا چطوری شده و آمار بهت خودم همه چی گفتم. آره حالا اینو من خودم هم یه چیز صرف، من دقیقاً یادم قبل ترک بوم بود که علی اوج ترک اتحاد رو داد که توش استایل خیلی ها رو اجرا کرده بود، موقع یادم 3000 تومن بود، بعد اصلا ما که میخریدیم مسخرمون میکردم، مثلا ملت میگفتن آقا اون که مجرد اتحاد قبل بوم نیومد، بعد بوم اومد و اتحادم من همه این کار رو فروختم. من نه حالا تو ذهنم قبلش بود یادم نمیاد درست، ولی دوره من غیر از کار پیش رو و ریل داشتم، آدرنالین رو میفروختم، داشتم کار اوج رو میفروختم، کارهای پایا رو میفروختم، آلبوم صادق رو فروختم،
من خیلی کار و همکاری داشتم برای فروششون توی رپ فارسی، که اومدم ذهنم به این ملحق شد که آقا من باید یه پلتفرم رو با یه سری آدم شروع کنم که به اینجا برسه. میدونی چی میگم؟ درست. حالا دقیقا یادم قشنگ 3000 تومن بود و خیلی ها واقعا زورش میاد. آقا مثلا اون موقع 3000 تومن مال کیه؟ بکنم 4 سال یا 5 سال پیشه. اون موقع 3000 تومن چی بود؟ مثلا 3 تا کرانچی میشد، 2 تا کرانچی میشد پول مثلا یه آهنگ، آهنگی که آهنگساز برایش این همه وقت گذاشته، میکس شده، مستر شده فلان. و این دیگه باید جا بیفته. آقا کسی که داره میاد موزیک تولید میکنه، صرفا یه کس بیکار خیلی تو پوره مثلا پولدار نیست که اومده از بیکاری داره موزیک تولید میکنه. یه کسی که عشقشه، کارشه و کارش اینه، بعد از کارش پول دراره. مثل وقتی که نمیدونم یکی حالا فوتبالیسته، یکی بازیگره، یکی کارگره، به هر حال بعد از اون خدماتی که میده پول در بیاره. این اگه جا بیفته ملت فکر میکنن که نه دیگه آهنگ چیزی که هست حالا دانلود میکنیم عشقش هم میکنیم. این شعوری که تو به قضیه دادی و بردی داستان تو آهنگ اتحاد، خب بهتر بود این اکسپورت مصاحبه اونجا پخش بشه واسه این که خیلی حرف و تاثیر بذاره، چون الان داداش جا افتاده. آقا تو بگو 10 نفر، من دارم میام آمار 5000-6000 نفر داریم، اینا خودشون یه دسته آدم هم. پس دمشون گرم که خودت هم جزشون بودی، میگی من اون موقع میخریدم، من خودم میخریدم. آقا من همین الان همه این آلبوم هایی که اومده به خدا خودم جدا از کارت خودم خریدم، همه رو خریدم، چون دارم. مگه میشه من خودم بگم که بیاد بخرید یه همچین کاری رو هم رام بکنیم و خودم نخرم؟ دقیقا. حالا من خودم نهایتش اینه مثلا چون میرم بعضی مثلا میگه آقا ما پول نداریم 10 نفری بخریم، یکی بخره به ما اینا رو، مگه جواب بیفته آقا پول نداری نهایت چرا میری از شیراز سانگ و چه میدونم فلان بیسار و این چرت و پرتا، که برو اسپاتیفای گوشم برای همین، برو اونجا گوش کن، برو پلتفرم اینجوری. و خدا رو شکر من دارم اینم که حالا این بهتر شده، چون ما هم حالا نمیدونم استوریامونو چک میکنی یا نه، این پشت ما اونایی که تلگرام اینا میان آهنگا رو دوزی میذارن سر همین آلبوم انگیزه، آلبوم تونل اینا، ما اینا رو به آیتیونز شکایت میزنیم که هم لینک اصلی آهنگو میدیم هم که آقا این غیر مجاز اینو باشه، و اینا پیگیری میکنن و خیلی ها پاک شدن، هم برای مصاحبه های خودمون میکنیم و هم برای آهنگا. و خب اینم خود آرتیست اگه یاد بگیرن، چون شاید بعضیشون ندونن که میتونن مستقیم، حالا میدونم یه کار زمانبریه، ولی حالا من به مخاطبا هم حالا باشون درب دارم، یعنی یه سری برنامه میخوام درست کنم که اینا رو یاد بدیم. آقا چنل تلگرامی که میبینید اومده از اسپاتیفای دانلود کرده گذاشته، اینو ریپورت کنید، این بسته شه، چرا میاد میذاره؟ یه بعد مثلا میگه نه آقا این زحمت کشیده، چه زحمتی کشیده؟ مثلا میمونه که آقا میگی فلانی از اسپاتیفای چجوری دانلود میکنه جان؟ از اسپاتیفای چجوری دانلود میکنه؟ مشکل از اونجایی که کارو میخرن. آره از اسپاتیفای هم میشه اتفاقا. من خودم کلا اپل میوزیک دارم، اپل میوزیک کار میکنم، ولی فرق نمیکنه، میفهم چون آخه اپل میوزیک خیلی سکیور تر از لحاظ اینکه کار اپل میوزیک آره نمیشه، ولی از اسپاتیفای راحت دانلود میکنه. بعد الان اسپاتیفای که اصلا خارج از اون بخش پریمیومش که باید پول بدی، لینک ترک رو بزنی میره تو صفحه آهنگ، بعد میزنی پلی میشه وسط، حالا با 4 تا آهنگ دیگه پلی میشه، ولی اینو بزنی بالاخره به اون آهنگ هم میرسی. آره. دیگه حالا رو گوشی کم مشکل داره، گوشی میزنه شافل پلی میشه، 3 تا آهنگ قبلش میاد بعد خوش، ولی رو پی سی مستقیم میاد، هیچ مشکلی نداره. بعد خب خیلی خوبه دیگه، این باید دقیقا را بیفته که آقا همه بدونن حداقل کاری که میتونم کنم. من اصلا کار زیاده واقعا خوشحالم، داره رو یه اپلیکیشن آرتیست داره اسپاتیفای، آمارم رو دارم میبینم، خوشحالم این داره میره بالا، به خدا اصلا هیچی اینقدر خوشحالم نمی کنه. جان چی شده؟ میگم خدا کنه یه روزی بیاد که دیگه همه ویو ها رو اونجا داشته باشیم دیگه، که قشنگ آرتیست ها. همینو میگم، میگم روی اسپاتیفای، رو ساوندکلاود هم، ساوندکلاود هم مانیتورایز داره، اینا همه امکان درآمدزایی دارن، دمشون گرم. من میبینم اونجا 30000 تا ویو میخوره، اونجا 10000 تا ویو میخوره، اونجا 50000 تا ویو میخوره، حال میکنم، میگم ای بابا مثلا هر هفته اپل میوزیک واسه داره آپدیت میده که شما اینقدر شازم شدی، شما اینقدر موزیک گوش کردی، بعد همش هم چک میکنم ببینم کدوم استیت ها، یونایتد استیت، جرمنی، نمیدونم انگلند، خیلی جا کلا هستن که دارن الان همین الان به کارهای ما گوش میدن و آمارشون داره میرسه که به چه تعدادی هم هستن، خیلی تعدادشون خوبه، یعنی این فن بیس ها رو ما داریم میسازیم، چه بسا بهتر که تو ایران هم باشه دیگه. درست. اصلا مثلا یه آهنگی تو اسپاتیفای میاد همه ایرانی ها برن اونجا گوش کنن، این خودش بیاد بالا، بیاد تو
چه بدم 10 تای برتر پر پلی مثلا اسپاتیفای یا آیتیونز، این باعث میشه که اصلا بیشتر هم شنیده شه. آقا یا خارجی داره جهانی بشه میکنه. این کیه مثلا نفر پنجمه بازش کنم، بعد میاد آشنا دقیقاً میشه. نه جهانی میشه دقیقاً، و واسمون کریت میکنن، دسته بندی ایران کریت میکنن. اینا چرا کریت نکردن؟ الان شما میری با اینکه به پلی لیست میده خوبم رباتش میشناسه، ولی اونجوری نیستش که دیگه تاپ 10 داشته باشه و مثلا میدید چی میگم، یعنی از لحاظ بازی به کشور ما این اهمیت رو داده نشده، چون نبوده بازدیدش. وقتی بازدیدش رو بدیم قطعا این اتفاق هم میفت. خب بریم سر بحثی که میتونه حواشی دار هم باشه. یه دسته قبلش بذار اینو بگم، بینیم مصاحبه همون بال شده چرا، چون غیر از اینکه مثلا آرتیسی و فازم که جی بشیدم جواب بدم، این کارشناسا شدیم که ای با هم تبادل نظر میکنن، چون من خودم کارم میکنم و اینا. اصلا یه دلیلی که من این کارو شروع کردم این بود، آقا من میشستم مصاحبه‌های بقیه رو می‌دیدم. حالا مثلا ممکنه ما بعضی وقتا یکم مثلا چه می‌دونم تاریخو یکم عقب جلو کنم، ولی بودم مثلا آقا 10 سال رپو مخاطب بودم، این بنز دنبال کردم از اون موقع میومده گوش می‌دادم. یارو میومد میشست مثلا یه خانومی یا چه می‌دونم خود پیشرام یه مصاحبه اینجوری داشت، یه خانومی میاد میشست اصلا نمی‌دونه سیچکس کیه، نمی‌دونه کی آهنگ داده اون، مثلا میومد تو سوال از سهراب می‌پرسید اون یکی دوست داری چه جوری بمیری، بابا این کیه؟ همیشه دنبال این بودم که یکی بیاد آقا خودش هم مثلا دغدغش این باشه که رپ پیشرفت کنه، مثلا خودش دنبال رپ بوده، مثلا این کارو برای همین شروع کردم. من باید از اون دسته هم کنم، چون حالا ریشه خانوادگی داره، من پدرم استاد دانشگاه، مادرم خبرنگار سالها، و از اون ساید مادری بهم رسیده که مثلا دوست دارم مثلا مصاحبه بکنم و اینا. ادامه است جالبه دیگم که من چند سال پیش یه مسابقه قبل از این کار با ما دارن لو ببندیم با پیشرو داشتم که یه 206 بود و من اون موقع ماشینم بود دیگه، هنوز حاجی تو کامنت ها میبینم یارو زده این همونه که اونجا با اون 206 بود دنبال این بود. خب من آرتیستی هم که غیر از بی میخونم دوست دارم فعال باشم، دوست دارم منش کنم، دوست دارم بیزنس کنم، دوست دارم اینترویو کنم، دوست دارم آقا آدم با فعال باشه، اگه میتونی فعال باشی تو هزار تا زمینه فعال باش، تو بتونی این کارو بکن بکن، چرا نکنی. مثلا دارم میگم مثلا نوید محمدزاده مگه مجری چیز نبود مصاحبه میکرد توی این شبکه جام جم؟ الان بهترین بازیگر سینماست، مثلا یکی از بهترین با جیای سینماست، حالا اونایی که فروش رو بالا پایین میکن، آیا هم رفتی نداره که حالا مثلا الان فردا تو بخوای بخونی مثلا من میتونم میگم نخون داداش چرا میخونی، تو مگه مصاحبه نمیکردی؟ تو مگه یه روزی با من مصاحبه اگه میتونی بخونی این گوی میدان بفرمایید، اگه میتونی مصاحبه کنی این گوی میدان، اگه میتونی فلان کار بکنی ایراد گرفتن دیگه چیه. خب میخوام برم سراغ یه بخش پرطرفدار که ممکنه حاشیه‌ای هم بشه، اسم چند نفر میپرسیم و هر حسی نظری دارید در موردش بگید. اولین اسم تتلو. میشه این کار نکنیم تتلو؟ از کجا هم شروع کردی؟ داداش چی بگم، خدا حفظش کنه، من که هر رو بلند میشم به خدا همینجور دارم ازش وایس میفرستن و داستان این شکلیه دیگه، هی میگن اینو گفته اونو گفته اینو گفته. من یه سوال دارم آقا منیجرش، هر کسی که از اسمش هم کوروش اگه اشتباه نکنم، شما باید یه تأثیری غالب داشته باشی دیگه. مثلا من رو آرتیست هم تأثیری دارم، میگم آقا مثلا اون شاید هر کاری دوست داره میکنه، من نمیگم من تصمیم گیرنده نیستم که، خود آرتیست تصمیم گیرنده است، ولی تأثیری که میتونم بذارم آقا نده بیدار میشه این گوشو میگیری دستت فوش میدی که چی بشه، مثلا چه اتفاقی درونه تو پدیدار میشه، حالت خوب میشه، مثلا همین. من هیچ نقدی نگرم هیچی، مثلا من راجعه تطلو حرف نرم میزارم. دمشکم بابت همه زحمت هایی که میکشه. اسم دوم پارسا لیپ. نظر خاصی واقعا ندارم، ولی حقیقت شخص از این کاری که داری میکنی خوشم نمیاد، چون خودم هم اینترویو میکنم و اینا، نظرم کار کلیشه ایه دیگه، خیلی به قول تو شاید مثلا خوب باشه و چی بپرس باشه. پارسالیب من چون کار سایت میکردم و قدیم میشناسمش برای کار آرت ورک و کاور و اینا، به اندازه خودش زحمت کشیده الان اینجاست.
خب یه صحبتی رو پارسا کرده بود، هم توی یه مصاحبهش هم یه لایوش اگه اشتباه نکنم، که میگفت اون زمانهای قدیمتر به یه روزی به عنوان رضا پیشرو اینو دستگیرش کردن که مثلا هم داشته آلبوم میفروخته، اون زمانها بوده که آلبوم ها رو دستی میفروخته. این حقیقت داره این داستان در اطلاعی؟ من اولین باری که اینجا میشنوام. اصلا نشنیده آخه، اصلا به هیچ وقت مسیرم به حتی پیجش هم نخورده، مثلا اونا زیاد ارتباطی نداشتم هیچ وقت دیگه، نمیدونم. نه من نمیدونم، نه آخه به گوش مثلا خود رضا هم نرسیده، اگه رسیده بود من بعد در جریان بودم دیگه، میدونی چه میگم. خب اسم بعدی جاستینا. یکی از کمترین مهره های زن در رپ فارسی که به نظرم باید خیلی بیشتر باشه. شایه. به نظرم خیلی کوششش قابل تحسین بوده توی 10 سال اخیر، به اندازه خودش تاثیرگذار بوده. من از موقعی که پروردگار قلم و داده بود میشتاس اسم آهنگش آره دیگه، اسم آهنگش پروردگار قلم، آره. و از اون موقع کارش شنیدم، خیلی تلاش کرد برای این روزایی که امروز میبینیم. اسم بعدی امیر خلبت. خاشی است، خودن روزش صحبت نمی کنم. پیش رو منتور، مربی، رفیق با معرفت، ملتفت واسه من نه فقط ها، چیزی که ازش دیدم واسه خیلی از دوستاش و خود اون همکاراش. اوکی. اسم بعدی ملتفت. گروه خوبیه، کارهای خوبی، محافظه کارانه جواب میدی. کارهای خوبی کردم تو رپ فارسی در نوع خودشون، ولی خیلی هم شاید ضربه هم زدن با کم کاری کردنشون توی جاهایی. اوکی. بیگرز. پیروز پیروز دارم کار داده بود عیاش، نمیدونم دیست شایی هست یا نظر خاصی ندارم. اونم یکی در ژانر خانواده صدای منه که من دنبالش میکردم، کارشم قبلا واقعا با بچه ها دوست داشتم، با حسین و اول اترام. حالا این گفتی دیست شایی هست، خود سخن که منیجرشه استوری گوش که اصلا از این داستانه نیست، دیست به کسی نبوده مخصوصا شایی، ولی خب همه میگن که مثلا عیاشو برعکس کنه میشه شایعه. آره دیگه، منم به خاطر همین گفتم و یعنی من ندیدم اینو میگی من چه صحبت کنم. خب و در آخر اپیکور. توجه خوبی رو خودشون جلب کردن، کاراشون هم باحاله، دمشون گرم. این سبکشون خیلی مخالف داره، مخالفی موافقی چیه نظرت که مثلا اجتماعی رو با شیشه‌اش قاطی میکنن و یه حالت اینجوری داره؟ خب این کار فقط اینا نکردن که در طول تاریخ موسیقی ایران، حتی از دوره‌ای که پاپ خیلی مود بود و تو لس آنجلس ها هم این کار کردن، چیش و هش اعتراضی سیاسی خوندن، اجتماعی خوندن. یعنی الان فقط اپیکور این کار رو نمی کنه، تونستن جواب بگیرن، بهتر از اینه که دامبولی بخونن که هم جواب گرفتن هم 4 تا حرف تاثیرگذار میزن. اوکی. خالفت ندارم. آقا تو کارا زیاده قرار بود که پایو هم باشه اگه اشتباه نکنم. چی شد پایو نبود؟ پایو داداشمه، میدونی؟ من اصلا جدا از کار موزیک رفاقت دارم باش. جز اولین کسایی بود که به من اعتماد کرد و گفت و قلبن داری یه کاری رو انجام میدی. من به تطمینان دارم شروع کردیم آهنگاش فروختن هم دوره زمانی که داشتیم آلبوم ریلو میفروختیم با پیش رو و میگم من همیشه قلبن آرزومه که بدرخشه. خیلی قدیم دوست داشت که با پیش رو همکاری کنه و خیلی به من میگفت که من واقعا از قبلنم تلاش کرده بودم، حتی یه زمانی تو آلبوم قطار که قرار بود پخش بشه
من هماهنگ کردم با پایه یه ورسی، با هم نوشتیم، پاسکاری میکردیم تو آهنگ رضا، بنابر خیلی دلایل اون آهنگا کنسل شد. من از قبلتر این کار رو سعی کرده بودم بکنم که حالا عرفان رسید، کار رو گوش دادیم، کار زیاده رو، و تصمیم همکاری شد و من خیلی اصرار داشتم که حتما پایا تو این آهنگ باشه که یکی هم لول من تو این آهنگ حضور داشته باشه که یه بلنس ایجاد بشه، یعنی پیش رو عرفان، پایا سیناب، مثلا یه همچین استایل. حتی قبل این آهنگ ما تو آهنگ پیکت بازه با هم همکاری کردیم، ویدیو شوت کردیم واسش و میگم این دومی همکاریمون بود. یه ورسی آماده کرد برای آهنگ، حالا با عرفان خودشون شنیدن این ورسو و قرار بوده که عوضش کنه، ولی دیگه از یه جا کلن از پای ما خبری نداریم. اون که حالا روی اینستاگرامش فعاله ولی شاید دوست نداشته، نه اینکه من، کلن خیلی ها، یعنی حتی یه سری همکاری هایی واسش پیشنهاد شده بود که در جایم بودم، حتی از طرف اونا هم ریسپانسی نگرفته، یعنی نه اینکه فقط به این کار نیومده برسه، کلن همه برنامه‌هاش رو جدا کرده داره پیش میبره. من آرزو موفقیت میکنم واسش، قلبا دوستش دارم. نمیدونم چرا اینستاگرامم اون فالو کرد این چند وقت، ولی میگم همیشه You're my bro, you know. آقا آلبوم چند تا ترکه و آلبوم خاص چند تا ترکه در کل و موزیک ویدیو هم داریم ازش به جز اون که اومده بود قبل؟ این قبلتر اشاره کردم بهش، 12 تا ترکه، ممکنه بیشتر بشه، ممکنه کمتر بشه، ولی غیر از همکاری هایی که شنیدید بازم همکاری هست. چند تا همکاری خیلی خوبه دیگه تو این آلبوم هستش، آرتیستاشو نمیگم چون شور و هیجانش از بین میره، ولی ترک های خوبی میشنوید، چون من سعی کردم که با هر آرتیستی کار میکنم اونو بیارم توی فضایی که مردم دوست داشتن. مثلا من یادم میاد غیر از آهنگی که سهراب ام جی با من این کار کرد، اون فضای لاف سانگش و اون استایلش یه برمیش به پسر بعد اگه شما کار، غیر از همکاریه که دست جمعی کرده بود، یعنی میدونشو میگم، یا آهنگ با پایا سعی کردم ببرمش تو اون فضایی که دوستش داشتن مردم. الان هم من نمیگم ندارن، من اون اوجشون رو کشیدم بیرون. حتی تو آهنگ کار زیاده خیلی ریاکشن ها رو دیدم، همه ریاکشن ها رو دیدم پرورد، اکثرا یه نظر داشتن، این که بچه ها اون اول اسکول طلاییشون رو به نمایش گذاشتم و من اون سبک جدیدی هم که اومدم به حرف بزنم، واقعا هم همین قصد رو داشتم، یعنی میخواستم بگم که من میتونم زمین رو آماده کنم که آرتیست ها بهترینشون رو نمایش بدم و منم بهترین پتانسیلم رو اون آهنگ نمایش بدم. آهنگ های تکی هم گذاشتم تو این آلبوم که حال کنن. حالا همین الان من با خیلی از طرفدارایی که جذب شدن به کارهای من ارتباط گرفتم، یه سری هاشون خیلی سال کارهای من دنبال میکنن، از اون موقعی که تو آدرنالین کارام اومده بود و داشتم اون موقع آهنگار میدادم، ولی این فن بیسی که به هم داره اضافه میشه و شده ارتباط گرفتن. منم امیدوارم که برای اونا این کار کردم، چند تا آهنگ تکی هم گذاشتم تو آلبوم که بتونه ارتباط بگیره. حتی شاد، آهنگ شاد داریم تو آلبوم، 6 و 8 نیستش ولی یعنی هایه، میتونن باش دنس کنن، میتونن خوش بگذرونن، میتونن فان کنن، یه قسمت هایی میتونن فکر کنن، میتونن چیل کنن، یعنی من سعی کردم همه چی تو خاص باشه. باشه، موزیک ویدیو رو نگفتی به جز اون یه دونه باز داره موزیک ویدیو؟ موزیک ویدیو که ندادیم، قرار بود پیکت بازه موزیک ویدیو بشه، همون دیگه، همون نشد، یعنی نمیدونم، فکر نکنم موزیک ویدیو بشه، ولی 100% آلبوم خاص موزیک ویدیو داره، یعنی یه سری ترک داره که خیلی خوبه موزیک ویدیو بشه. اگه موقعیت شد کار را زیاده رو خیلی دوست داشتم ویدیو کنم، ولی خب بهتر حضور عرفان هم داشته باشیم یه ذره، باید شرایط کرونا بهتر شه. اما یه سری آهنگ تاکید دارم هنوز پخش نشده تو آلبوم به همکاری ها که خیلی ویدیو کلیپ بهشون میاد، یعنی میشه باهاش یه مفهومی رو ارائه کرد که شاید ماندگار بشه سالها. حتما اوکی. خب آقا فکر میکنم در واقع همه چی توضیح دادی، اگه فکر میکنی برنامه هست که میخوای راجبش حرف بزنی یا هر حرف آخر یا هر چیزی که جا مونده میشنویم ازت. چون خیلی ها شاید این مصاحبه نگاه کنن از بچه هایی که تلنتن و من خیلی تو این سال صحبت شنیدم که آقا
چرا به تالنت ها بها نمیدید، چرا فلان کارو فلان کار نمی کنید و اینا، ما کجا کارامون رو بفرستیم، چجوری برسونیم به دستتون و اینا. هنوز این مسیج ها رو میبینم، با اینکه من تو همین مسابقه گفتم ما 5000 تا کارو گوش کردیم بدون اینکه 1000 تا هم پول بگیریم ازشون، نمیدونم خیلی کارا کردیم واقعا. همین الان با اکسپورت خاکستر روشن، اکسپورتی که داریم از یه سری آدم رو نمایی میکنیم که آرتیست های جدیدن، از این کار ما کردیم. ولی یه چیزی رو بدونید آقا، ته داستان رو بهتون بگم، شما واسه هر کی این کارهایی که فرستادید واسه ما رو بفرستید با همین نتیجه مواجه میشید. تا وقتی حرکت جریانتون حرکت درستی نداشته باشه، فیدبک مناسبی از یه منیجری یا آرتیست نمیگیرید. کارهای درست حسابی جمع کنید بفرستید، پتانسیل داشته باشه روش بشه کار کرد. یعنی شما یه پکیجی بشید که بشه ازتون استفاده کرد. اگه میگید پول نداریم تنظیم بگیریم، پول نداریم پخش کنیم، پول نداریم، آقا خب پس اون پکیج رو شما نشون من منیجر بده که میتونم باهاش بدرخش، یه کاری کنم بدرخشی، بتونم باهات بیزینس کنم، بتونم باهات. من اون پکیج رو هنوز ندیدم، باورت نمیشه، ولی تو این همه سال هنوز یه آهنگ ندیدم یکی بفرسته بگم او that's what I'm talking about، این همونیه که ما باش الان تو 6 ما میتونیم منفجر کنیم. بچه هایی که تو خاکستر روشن هستن چرا؟ چون هم هزینه کردم، یعنی قدر کارشون رو دونستن، هم واقعا بهترین ها رو گرفتیم. یعنی میگم خیلی ها پول داشتن چند هزار دلار بدن به جایی که هزینه آلبوم مثلا یه چیز معقولی به تومن بوده، ولی چند هزار دلار داشتن، یارو میگفته به من یاد بدید بیام بخونم، قبول نکردیم چون وقتش رو نداشتیم. شاید خیلی فرصت خوبی بود برای اینکه خیلی درآمدا رو بگیریم. پس ما به شما فکر میکنیم کار درست بکنید. الان دوره آموزشی که پیش رو گذاشته خیلی به کارتونه. ببین یعنی میخوام بگم که خیلی مهمه حرفم، یه سری تجربیاتی این تو انتقال داده شده به شما که 100% به کار همه هست، چه لول 0 چه لول 100. یعنی حتی مثلا هر کسی که فکر میکنه الان توی تالنتش 100 و دیگه آماده است، به کارش کاملتر بشه، از هزاران تجربه‌ای که به دست نیاورده آگاه بشه و بتونه ازش استفاده کنه. همونطوری که تیم لند تو مستر کلاس کلاس میذاره، نمیدونم خیلی ها، و ما باید اینجوری دنبال کنیم. باور کن من اینو اینجا میگم، پیشرو راضی نمیشد به این کار که دوره آموزشی بذاره آموزش بده، راضی نمیشد، میگه برای چی باید این کار بکنم الان؟ گفت شاید این سال بعد بکنم. گفتم آقا الان لازم داری، من باش صحبت خیلی باش صحبت کردم، گفتم از پس این آموزش تو شاید 50 نفر آپدیت بشن، ما آرتیست جدید داشته باشیم بتونیم کار کنیم. بابا تنوز دهه 400 مونده تو رپ فارسی، و به نظر من دهه 400 که داره میاد دهه 2000 امریکاست. یعنی ما نه هنوز به اون درآمدزایی رسیدیم، نه هنوز اون همه آرتیستی که هنوز معرفی نشدن مونده که بیان. ناامید نشید، کار خفن کنید، بیاید توی همچین دوره‌های شرکت کنید، یکم پروبال داستان رو خودتون بدید. میدونی چی میگم؟ کارشون ارزش قائل باشن دیگه. آره وگرنه روشون خیلی چیزا صحبت کردم دیگه. این نکته بود که یادم رفته بود، برنامه آیندم گفتم خاص داره میاد، پرواز داره میاد، خاکستر روشن داره میاد، تاریخاش میاد، ما تو پیجامون اینو اعلام میکنیم، ولی 100% این پروژه ها در امتداد امسال دیگه، چیزی هم نمونده، کلا 6 ماه تا آخر سال مونده دیگه. اوکی خب، فقط البته یه سوالی تو ذهنم اومد الان اینو گفتی، گفتم شاید خیلی ها داشته باشم، که گفتی مثلا کاری ندیدم که بگم این اونه، و یعنی تو این نسل 4 هم که خیلی هاشون حالا درخشیدن و تونستن مخاطب جذب کنن، اینا آهنگ اینجوری نبوده، یا نه اصلا دید آرتیست های نسل اولی برای همکاری این نیست که اینقدر همکاری بین مثلا نسل 1 و نسل 4 کمه یا تقریبا نیست؟ ببین میدونیم به نظر من هنوز اون آرتیست ها هم ندیدن، وگرنه دست میذاشتن مثل ممرز شایه. حالا من حرفش رو قبول دارم، چند وقت میگفتش که تو لایوش که آقا من یه روزی یه جایی همکاری کردم دیگه، نمیتونی تا ابد بگید که من به خاطر اینکه حسین اونجا با هم همکاری کردیم اینجوری شدم، داری دست گذاشته روش دیگه. میدونی چی میگم؟ حتی من اون موقع یادم حسین یه زمانی سپه خلصه رو کارش رو دنبال میکرد، یعنی میگفت این کیه، من اون موقعی که آدرانی داشتم باش میرسم هنوز مطرح نشده، میگفت این کیه باله اینو میشه گرفت، که بهش گفتم داره با جی جی و بچه ها اون بر کار میکنه،
یعنی بچه های اون برم دست گذاشته بودن مثلا روی سفر خلصه، یعنی ما دیگه آقا اگه طرف واقعا اون پکیجی باشه که الان کامل باشه، من آرتیست منیجر روش دست میذارم، میگم آقا تو بیا اینجا. برای همین میگم آقا ما هم که کم کار نگرفتیم، اگه قرار بود به گوشمون برسه به گوشمون میرسید دیگه. حالا شد که به گوشمون نرسوندین، برید خودتون خفن کنید بعد بیاید. این که آها گفتی آرتیست ها با نسل های چهاری که بازدید گرفتن کار نمیکنن، این یه مسئله خیلی مهمی هست. ما یه سفری رو داریم که هیچ نمایشی نداشته، خب یکی داشتیم که یه نمایشی واسه خودش جلو برده، اونی که نمایش خودش رو جلو برده هر آرتیستی با اون نمایشش ارتباط نمیگیره که بره باش کار کنه. اصلا پوتک با شما هم برنامه داشته توی همین سال هاست دنبال اینه که با رضا پیشو کار کنه. به من به انبا اقسام گفته، زمانی منیجرش بود امیر آرشا، به اون بارها گفته بود امیر از دوستان که به، یعنی میخواستن فقط یه جوری که این داستان شکل بگیره، یه آخر خودش رفت به رضا گفته آقا خب نمیشه، اون چیزی که تو جلو بردی تا اینجا و الان اینجایی که هستی با این چیزی که الان موقعیت که رضا پیشو هست هم خونی نداره. میدونی چی میگم؟ اگه داشت میکردم، اگه داشت میکردم و مطمئنم نمونی خیلی از چه لحاظ چیز نداره مثلا همخونی. حالا مثلا خیلی ها میگن پوتک چون سیاسیه براشون مشکل پیش میاد، خب این داستانش نه اصلا نیست. اصلا مشکل نیست، مگه رضا مشکلی داره سیاسی بخونه؟ بحث سیاسی نیست، مسیری که ساخته اون مسیری نیستش که آرتیست موافقش باشه، اگه بود میکرد دیگه. نمیگم الان من از جای رضا حرف نمیزنم، منظورم آقا خیلی من به جای خودم حرف میزنم، من شاید خودم الان دوست نشه باشم باشه همکاری کنم. چرا؟ چون مثلا میگم من دیدم که تو آلبوم فلان و فلان و فلانش چهار تا حرکتی کرده که اصلا در راستای اهداف فکری من نبوده، با اینکه خودش به سر خوبیه من باهاش صحبت کردم، من کاری ندارم، دارم نظرش اصلا میگم، شاید این حرف من کمکش کنه که الان متوجه بشه و مثال خوبیه برای اینکه ما بدونیم مثلا آقا چرا این اتفاقا نمیفته الان. خب اینجا باز یه سوالی برام پیش اومد، میگیرم چی میگی، ولی یه سوال آخه همکاری مثلا ببین من از دید من همکاری اینه که من یه دید دارم یه راه دارم، ایکس یه دید داره یه راه داره، ما با هم میایم تو کار و یه کاری رو با هم شکل میدیم که هم از دید من باشه هم از دید اون که یه کار جزایی باشه، میدونی؟ یعنی مثلا دو قطب مخالف باشیم توی یه آهنگ خیلی باحاله، میدونی؟ ولی خب قرار باشه همه مثلا من راه هم دقیقا همون راهی باشه که مثلا تو فکر میکنی که اون وقت بیایم توی آهنگ که مثلا چی میگه؟ اصلا آخه بحث راهی که دارم میگم، خب ببین خارج از مثلا اینکه ما قضاوت بکنیم به اون آرتیست که فلان آرتیست کجا چیکار کرده، بحث دیگه ای هم داره. ببین الان جریان مارکت بیزینس رپ فارسی ران شده، من نمیتونم برم حتی به رفیق 6 سالم که باش این همه سالم از کار میکنم میگم داداش بیا رو این آهنگ ما بخون دیگه، دمت گرم یه کاری با هم بکنیم، نه برنامه ریزی میکنم میرم از لیبل پول میگیرم، میرم اسپانسر میگیرم، میرم کلی به درآمدزایی کار کمک میکنم که جیب آرتیست هم پر کنم، اصلا رفیق هم بود اصلا هرچی. نمیتونی تو توقع داشته باشی الان هرچی باش، پوتک، نوید، بامداد، خیلی ها اسم نمیبرم، حالا نوید نمیدونم خودش قدیمیه، من اصلا قصد جسارت ندارم به آرتیستی، همه تون واسه خودتون در حد خودتون واقعا قابل احترامید، ولی این دلیل نمیشه که شما الان بیای بگی ما کار کنیم با هم کار کنیم. دیلش کو، بیزینسش کو. آقا حرف من اینه که همه جای دنیا همین جوریه، با مثلا شما جیزی رو نگاه کن تو آهنگ نو لیمیت که ایساب راکی هست، کاردی بی هست، فرش مونتانا هست، اینا هست، فکر کردی چجوری این کست رو چیده؟ مثلا رفته گفته داداش بیا من این آهنگ رو خوندم خیلی باحاله، دو همه هم بالا پایین کردم بودم بریم رو آهنگ بخوریم، نه با از این خبرها نیست، بیزینس کردن، گفته اه تو بیا اینجا این کس، تو بیا اینجا این کس، تو بیا اینجا این کس، یا چه میدونم آهنگ لیل وین و ام ان ام و دریک و کانیه وست. اصلا شما دقت کن اول برنامه، اول کلیپ کانیه وست نشسته یه سایت پوکری رو نشون میده، اون بیزینس اون داستان بوده، اون پولی بوده که باعث شده اصلا امنم بره تو اون کاره بخونه. یعنی حرفم اینه آقا اگه تو دیلی بیزینسی نداری که رو بکنی معلومه باید وایسی برای کار کردم، هر کسی میخواد باشه، اصلا بحث همه آرتیست هاست. برای هم جواب سوالت رو دارم میدم، آرتیست های نسلی که ما هم همه احتیاج به آفر بیزینس خودشون رو دارن، میدونی چی میگم؟
کلا این شکلیه این داستان همکاری که سوال جدیه. خب از دید تو یا باید آرتیستایی که مثلا جدیدا میخوان کار کنن یه مسیر خیلی باحالی داشته باشن که باش ارتباط برقرار کنه خود اون آرتیست بزرگه که بتونه بهش کمک کنه، یا باید یه معامله‌ای باشه که به هر حال بصرفه براش؟ معامله که نمیشه اسمشو گذاشت، یه کانترکتی باید باشه دیگه. مثال زدم واسه دیگه. آره میدونم چی، حالا بزرگی تو دنیا بوده که همش بیزینسی انجام شده. مثلا امینم چرا باید با لیل وین و دریک و کانیه وست بره توی آهنگ؟ منطقی باشیم، اصلا خیلی طبیعیه اینکه یه دیلی باشه، یه میدونی یه مسابقه، یه یک چالنجیه این داستان. هر کسی اعتبار اون چیزی که ساختاره که در اختیار هر کسی دیگه قرار نمیده که، مگر اینکه به قول همین صحبتی که کردیم آقا یکی هستش دیگه خیلی هم راستای هم آرمان هدف شکی بوده، مسیر شکی بوده، آره اون بحثش فرق میکنه. خیلی جاها هم پیش اومده این همکاری ها، ما دیدیم این اتفاق افتاده. هی در کل همین دیگه داداش، خیلی دیگه امشب صحبت کردیم، وقت من رو زیاد گرفتی، هزار تا کار دارم به خدا. دمتون گرم، مرسی از هم سوال که پرسیدی. خوشحال شدم. ولی دیگه اینجوری جمع کردی آقا، اینجوری قرار نبود جمع شد. یه گفتم خداحافظی کنیم با هم. آقا خیلی سوالای خوبی پرسیدی، دمت گرم، کارت هم درسته، انشالله همینجوری یوتیوبت گرو کنه. من خوشحالم داری درآمدزایی میکنی، اینو یاد بده، سعی کن چند تا ویدیو بسازی به مخاطبات یاد بدی برن یوتیوب چنل بسازن کار کنن، اینجوری مثل تو بتونن این سری حرکت ها بزن، حالا مثلا زیر شاخه تو این سری حرکت ها بکنن، یعنی فرنسازش رو ادامه بده. تو فکر همه چنل دو رو برای همین زدیم و انشالله یه سری آموزش های اونجوری هم خواهیم داشت. دمت گرم که اومدی، خیلی حال دادی. قربون داداش عزیزی، خوشحال شدم. بعدای تو مرسی، شبت بخیر، خداحافظ. قایم بود از قسمت ششم، لذت بردیم از حضور سیناب عزیز، امیدوارم که شما هم لذت برده باشید و سوالایی که داشتید و پاسخش رو گرفته باشید. اول برنامه هم گفتم اگه شخص خاصی مد نظرتونه حتما اسمش رو بنویسید که ما سعی کنیم اونو بیاریم داخل برنامه. صحبت دیگه باقی نمیمونه، دمتون گرم که تا این لحظه با ما همراه بودید، امیدوارم که همیشه حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه. See you soon.